هزاره‌ها در سرزمین پادشاهی اسپانیا، یکی از کشورهای تأثیرگذار در اروپا و همچنین در کاتالونیا چه می‌کنند؟ اسپانیا کشوری در جنوب اروپا و حاشیه مدیترانه، یکی از اعضای اصلی اتحادیه اروپا می‌باشد و یکی از مهمترین کشورها در عرصه بین‌المللی و یکی از تأثیرگذارترین کشورها در نقاط مختلف و ویژه در آمریکای لاتین. اسپانیا سرزمین هنرمندان و ادیبان چیره دست مانند سالوادور دالی، پابلو پیکاسو، سروانتس، فدریکو گارسیا لورکا و رافائل آلبرتی نیز می باشد که تأثیری عمیق و ژرف بر ادبیات و هنر جهان گذاشتند. و اما روزگار هزاره ها در اسپانیا و کاتالونیا چگونه است؟ جمعیت و پراکندگی جمعیتی هزاره ها، وضعیت اقامت آنها، کار و بار آنها، درس و تحصیل آنها، وضعیت زنان هزاره در آنجا، نحوه و سطح تعامل هزاره ها با جامعه اسپانیا چگونه می باشد و آیا آنها از محیط و فرصتی که برایشان در یکی از مهمترین کشورهای جهان فراهم است برای دیالوگ سازنده با نهادها و سازمانهای ملی و بین‌المللی درباره مسائل حقوق بشری هزاره و مردم هزارستان استفاده می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش و پرسش‌های مشابه در خدمت یکی از شناخته‌ترین چهره‌های هزاره در اسپانیا هستیم، آقای بشیر اسکندری عزیز. آقای اسکندری عزیز، به برنامه خیلی خوش آمدیم، به برنامه گپ و گفت‌های بین رشته‌ای. در ابتدا اگه سلامی درودی با بینندگان دارین بفرمایید. با درود و سلام خدمت شما و برنامه های خوب و عالیتان. واقعا زحمت زیاد میکشین که برای شناخت مردم هزاره و اینکه ارتباطات مردم هزاره تلاش میکنین قابل قدر هست. ما بشیر اسکندری هستم که حدود 14 سال میشه که در اسپانیا، بارسلونا، کاتالونیا زندگی میکنیم. همینجا خانواده ما همینجا هست و کلن درس و تحصیل ما همینجا هست و تا هنوز هم ادامه داره. بسیار خوب. یک کمی بیشتر خودم معرفی کنین بشیر جان تا بینندگان با شما آشنا شدن. خب حالا جهت های مختلف داره شناخت من. خب از دوران خیلی دور که از افغانستان مهاجرت کردیم ایران، من از قبل هم علاقمند شعر و ادبیات فارسی بودم. خب در افغانستان هم شما میبینین که در زمستان ها مردم حمله حیدری میخوانن و شعر فردوسی رو میخوانن و کلن سرکار مردم با شعر و ادبیات هست. بعد از آن که ما آمدیم ایران حدود سال 1379 دیگه ما اون زمان شروع کردیم به نوشتن شعر و یعنی در حقیقت آشنایی جدیدی ما پیدا کردیم با ادبیات نوین زبان فارسی، با شعر سپید و شعر آزاد و شعر جدید. با آشنایی پیدا کردیم با نیمایوشیج و اخوان سالیس و احمد شاملو و فرخ فرخزاد و سهراب سپهری امثال اینها. خب از یک جهت که ما و زمان من در ایران بودم، من به عنوان یک شاعر جوان میشناختن که من میتونستم به لهجه هزارگی شعر بگویم، به لهجه دری و فارسی، هم به سبک قدیم با وزن قافیه، هم با سبک جدید بدون وزن قافیه. خب همونجا بود که ما در حقیقت یک مدرسه خودگردان را ایجاد کردیم برای مهاجرین، یعنی فعالیت های فرهنگی ما از ایران شروع شد و در شیراز و اصفهان و
تهران، ما خودم به عنوان یک معلم بودم، معلم کامپیوتر، و در حقیقت رشته اصلی ما از اونجا که آیتی میخوندم و در کل کامپیوتر میخوندم شروع شد. و امور رشته را در حقیقت وقتی که ما در اسپانیا هم رسیدم امور ادامه دادم. ولی خب بعد از ایران ما مهاجرت کردیم، آمدیم یونان. یونان هم فعالیت های فرهنگی در بخش حقوق بشری و مهاجرین شروع کردیم به صورت جدی، و اولین ماهنامه در بخش مهاجرین ما اونجا تأسیس کردیم و فعالیت های خیلی خوبی داشتیم در یونان برای مهاجرین. و از سال 2010 به این طرف به صورت جدی وقتی که من اینجا آمدم درس ها را به صورت اکادمیک شروع کردم. ما اینجا اول به اصطلاح تلیکامونیکیشن خوندم، بعدش مدیریت شبکه و ارتباطات، و بعد از این وقتی که اوضای روز به روز اوضای مهاجرین خرابتر می شود و مشکلات زیادی پیش می آمد، خب ما گفتیم که از طریق کامپیوتر ما چه خدمتی کرده می تانیم برای جامعه، برای مهاجرین، برای مردم. خب گفتم بهتر است که باید یک علوم سیاسی و یکی از که به درد جامعه بخوره و این که بتانیم از طریق از او کمک بکنیم برای هموطنان، برای قوما، خب ما وارد حزب سوسیالیست شدم. حدود 7 سال پیش میشه، البته از 7 سال پیش میگم، ولی قبلش خب ما همین دو رشته تلیکامونیکیشن و مدیریت شبکه و ارتباطات خوندم. باز وارد عرصه سیاست شدیم در اسپانیا و از طریق حزب سوسیالیست ما یک مستر رهبری سیاسی ارتباطات خوندیم. بعدش هم حالا هم که روابط بین الملل میخوانم، به خیر تو همین تابستان آینده را تمام میشه. و در خلال از این همیشه فعالیت های ما در بخش مهاجرین برای کمک به مهاجرین، وطندارها و همه مردم بوده، و در خلال مشکلاتی که پیش آمده در افغانستان ما کمک کردیم از زمان سقوط تا حالا به صورت جدی موضوع افغانستان را پیگیری میکنیم. بسیار عالی، سپاسگزارم. همچنان عضو فعال حزب سوسیالیست اسپانیا هستیم دیگه، نه؟ بله. خب چون من رشته ما رهبری سیاسی و ارتباطات بود، به همین لحاظ به صورت کاملا جدی ما این کار پیگیری کردیم. و خب نمیشه که من خیلی از دوستا را دیدیم که مثلا روانشناسی درس خواندن یا علوم سیاسی میخواندن یا درسشان تمام کردن ولی در رستوران کار میکردن. خب ما گفتیم نمیشه که تو هم درس علوم سیاسی بخونی و هم از سیاست دور باشی، یعنی باید داخل بر سیاست باشی، باید اوضای او کشور و ملاحظات او کشور و شناخت او کشور، رابطه او کشور با جهان باید آدم بفهمه. وقتی که در بین سیاست نباشی، ولو هر حزبی باشه زیاد مهم نیست، ولی همین که آدم روز بروز اطلاعاتش بیشتر میشه، در بازی ها شرکت میکنه و اطلاعات پیدا میکنه، خود از یک دوره آموزیشه. در حقیقت برای ما یک دوره هست که در مدتی 7 سال خیلی چیزا رو من آموختم از سیاست اسپانیا، از سیاست جهان، از اوضاع اروپا. و یه خوبه که آدم دخیل باشه در مسائل سیاسی و در ایونت ها، رخدات ها آدم باید شرکت بکنه تا بفهمه که اوضاع جهان چی و چی هست، چی ما بخوایم چی نخوایم، چی خوشبین باشیم چی بدبین باشیم. ولی خب سیاست دنیا را اداره میکنه، رهبری مردم دست سیاسیون هست، چی بخواین چی نخواین، چی نفرت داشته باشن چی خوشحال باشن. بنابراین باید با این علم آدم باید آشنایی پیدا بکنه، چون میتونه برای جامعه خود، برای مردم خود از این جهت کمک بکنه. هر کی در یک بخشی میتونه برای جامعهش، برای خانوادهش، برای مردمش سودمند باشه. و یکی از راه ها هم راه های
یک از راه ها هم همین راه علوم سیاسی و سیاست و دیپلماسی و امثال اینا هست. بسیار خوب. حالا ما بخیر در آینده برنامه هایی را اختصاص میدیم به این که چی رقم هزارها میتونن در سیاست بین‌المللی در کشورهای مختلف، سیاست کشورهای مختلف مشارکت داشته باشن و خوب است در این برنامه ها نظرات و تجربیات شما را هم داشته باشیم. پیش از اینکه بریم در برنامه همین بحث خودمان روزگار هزاره های اسپانیا و کاتالونیا، امکانش هست یک توضیحی بدین برای مخاطبان ما که وقتی که میگیم کاتالونیا منظور چی هست و کاتالونیا چه وضعیتی داره و چه تفاوتی با اسپانیا داره که ما تصویر دقیق تری داشته باشیم و بعد برنامه خود پیش ببریم؟ بله، خب اسپانیا یک کشور هست که شما میدانین که تأثیر داره روی حدود 25 کشور و این 25 کشور جهان زبانش زبان اسپانیایی هست. زمانی که اسپانیا خودش امپراتوری دستش بود، آمریکای لاتین گرفت، حتی اگر نامهایی از ایالات متحده هم اگر به گوشتان خورده باشه به نام لس آنجلس، در حقیقت او لس آنجلس هست. لوس خوب میدانی کلمه جمعه به زبان اسپانیایی، انخلس انخل میشه فرشته، انخلس یعنی فرشتگان، لوس انخلس اون منطقه فرشته ها هست. خب یعنی حتی ایالات متحده خیلی جاهایش هم مسما هست به زبان اسپانیایی، چون اینا اول رفتن در کل امریکا را یا دنیای جدید کشف کردن. به او خاطر خب در بین کشور اسپانیا هم مردم ها و اقوام مختلف هست، مثل باسک ها، پایز باسکو که میگه، یعنی کشور باسک، و همچنان کاتالونیا که مردمش زبانش کاتالان هست و این زبان خیلی نزدیک به اسپانیایی هست. خیلی هایی رو باور نداره که زبان مستقلی باشه، میگه این یک لحجه ای از اسپانیایی هست. به هر حال این مردم در زمان فرانکو، یعنی در زمان جنگ دوم جهانی، خب وقتی که فرانکو به اصطلاح دیکتاتور اسپانیا سر قدرت شد، زبان کاتالان منع کرد که شما نباید به زبان کاتالان صحبت بکنید و مورد اذیت و آزار قرار دادن و خیلی هم این مردم کشتن به خاطر زبانش و فرهنگش. ولی از لحاظ نژادی اینا فرق ندارن، فقط رقصشان، بعضی غذاهایشان و زبانشان فرق میکنه. همین که در زمان فرانکو سر زنا ظلم شده، یا قبلا هم اینا میخواستن که یک کشور جدا داشته باشن، ولی خب اسپانیا اجازه نداد برای جدایی اینا. و بعد از جنگ جهانی دوم خودت میدونی که کلن منع شده که کشورهایی که بر همی اساس، بر همی جغرافیا شناخته میشن، نباید جدا شون. و حدود چند سال پیش هم یکی از رهبران جنرالیدت کاتالونیا، یعنی اینا دولت خود به عنوان جنرالیدت کاتالونیا میگه، که به اصطلاح یک نفر به نام پوچدمون بود که خلاصه خواست که به اصطلاح یک رای گیری کردن و او برنده شد، میخواست اسپانیا را، کاتالونیا را از اسپانیا جدا بکنه، ولی خب تحت پیگیری قرار گرفت و کسایی که دو قسمت دست داشتن اونا را تحت پیگیری قرار دادن، خیلی هاشون رفت زندان و او آدم فعلا در بلژیک هست، یعنی پناهنده سیاسی شده. به هر حال اسپانیا به هیچ وجه نمیخواد که خاک خود یا کاتالونیا را از دست بده. البته تمام کاتالان ها جدایی طلب نیستن، یک چند تا از حزبایی هست مثل اسکرا رپوبلیکانا، جونز پر کاتالان و امثال این احزاب هستن که میخواین به اصطلاح یک کشور مستقل داشته باشه، ولی از طرف اتحادیه اروپا کشور به رسمیت شناخته نمیشه، گفته ما نمیشناسیم، چون اگر قرار باشه کاتالونیا از اسپانیا جدا شوه، خب در ایتالیا هم اقوام مختلف هست، فرانسه هم هست، خیلی کشورها دیگه دنبال جدایی طلبی اگر بگردن خب جنگای داخلی شروع میشه. بنابراین اینا همون مزایایی را داره که اسپانیایی داره، هیچ چیزی کم و زیاد نداره. ولی خب علت کاتالونیا که میخواد از اسپانیا جدا شوه به خاطری که
موقعیت جغرافیایی کاتالونیا خیلی خوبه، چون هم با فرانسه اینا هم مرز هستن، هم جزیره مثل مینورکا، مایورکا اینا دست کاتالونا هست، و همچنان اینا دروازه بارسلونا، دروازه دریایی بارسلونا دست اینا هست، یعنی درآمد بیشتری نسبت به سایر نقاط کمونیدات ها. خودتان میدانید که اسپانیا به صورت کمونیدات، کمونیدات والنسیا، کمونیدات کاتالونیا، کمونیدات پایس باسکو و مادرید به شکل اداره میشن. اینا به اصطلاح یک پارلمان دارن، رئیس پارلمان دارن و به صورت مستقل اداره میشه، اتونوم هست، اینا مستقل هستن. به او خاطر بیشتر مثلا کاتالان ها تا هنوز هم تظاهرات کم و بیش همیشه هست که میخواین جدا باشن، ولی خب یک ایده از خود کاتالان ها هم نمیخواید که اونا جز حزب سوسیالیست هستن که میگن پارتیدو سوسیالیست د کاتالونیا، که حزب سوسیالیست کاتالان ها هست، اونا هم جدایی طلب نیستن، یعنی کلن میخواین یک با مادرید همکار باشن، با سایر نقاط دیگه اسپانیا همکار باشن. تفاوتش همی هست. حالا هم در مدارس و مکاتب هم این مردم کلن از دوره مهد کودک گرفته تا دانشگاه و دکترا خیلی از مضامین اجباری هست که باید به کاتالان بخونه. یعنی کسی که اقامت کاتالونیا را داره که شامل چند ایالت میشه، خب باید کاتالان یاد بگیره، برای کسایی که درس میخونه، بالاخص برای کسایی که درس میخونه، و اگر کسی سطح مثلا زبان کاتالانش بالا باشه در ادارات دولتی هم میتونه کار بکنه، کار پیدا بکنه. به او خاطر اینا خیلی اهمیت میدن به زبانشان، به فرهنگشان. بالاخره یک روز امیدوار هستن که جدا شون از اسپانیا و یک کشور مستقل داشته باشن، چون فکر میکنن که ما اگر یک کشور مستقل داشته باشیم بهتر میتونیم رسیدگی بکنیم به مردم ما، پولدارتر میشیم، از لحاظ اقتصادی بهتر میشیم. تفاوتش همین است. بسیار خوب. یک نکته، من چند بار اسپانیا و کاتالونیا سفر داشتم با همکارای شاعر و نویسنده باسکو کاتالونیا و اسپانیشی که در اونجا هستن، اما روحیه ملیگرایی خاصی در مثلا باسک برای مثلا یکی دوستا بود، خودش رئیس انجمن قلم باسک است و خیلی تاکید داشت که ما انجمن قلم باسک را میخواهیم داشته باشیم و همو ارزش های باسک را نگهداری بکنیم. و یا مثلا دوست شاعر کاتالونی بود که کاتالان بود که اصرار داشت که شعر به کاتالان نوشته بکنه، و حالا در همو رقمی که اشاره کردن یک سطحی از خودمختاری هم کاتالونیا داره در اونجا، که خب ایره باعث میشه که او حکومت های جابر و استبدادی که ما در سایر نقاط دنیا بشناسیم در او وجود نداشته باشه و او حقوق برابر باشه و آدم ها بتانن امو اختیار سرنوشت و خود داشته باشن. در بریم در حالی در برنامه خودمان، آیا تاریخ و علت سکونت هزاره ها در اسپانیا موضوع برنامه ما، آیا معلوماتی وجود داره که نشان دهه هزاره ها نخستین بار چه زمانی وارد اسپانیا شدن؟ تاریخ دقیق دست ما نیست. شما می دانید که در کل هزاره ها و تمام اقوام افغانستان در اروپا، یعنی بیشتر شاید بیشتر از 25 سال یا 30 سال نشوه که مهاجرت کرده باشن، یعنی رسید بیت تانسته باشن خود برسانن به صورت مهاجرتی. از این که بعضی آدم های استثناء اگر بوده که مثلا در سفارتخانه ها کار میکردن، یا مثلا اون مسئله جدا هست که با فامیلش آمده باشه، شیشته باشه، اینجا زندگی کنه، ولی به صورت معمول در اسپانیا ما که من خودم سال 2010 آمدم و از ما دوستا حدود سال 2007-2005، یعنی سابقه مهاجرین در کل مهاجرین شاید
از 20 سال 22 سال بیشتر نباشه که در اسپانیا آمدن. ولی خب بعضی از خانواده های را که البته از قومان نیستن، بعضی را ما میشناسیم که حدود 30 سال 35 سال میشن که در اسپانیا زندگی میکنن. خب اینا از طرف های مختلف خودشان رسانده یا به صورت به اصطلاح محصل بودن، بعد خانواده خود آوردن به این شکل. ولی ما طبقه که اطلاعات ما از 20-22 سال بیشتر نمیشن به صورت جدی که مهاجرین رسیده باشه و اینجا اقامت گرفته باشه، یعنی همی 20-22 سال بیشتر نمیشه. ولی خب بیشترین مردم هزاره در طی همین بعد از سقوط دولت اشرف غنی آمدن دیگه، به صورت که دولت اسپانیا سهم بزرگی بر انتقال افراد آسیب پذیر داشت که در اسپانیا حدود 21,000 نفر آمدن در مادرید و بعضی از میدان نوایی های اینجا، باز از اینجا تقسیم شدن بر کشورهای مختلف، به خاطر که اسپانیا یک خیلی رابطش تقریبا خوب هست با کشورهای لاتین و مثلا امریکا و خود اروپا، به همین جهت در حقیقت به عنوان ترانزیت استفاده کردن و اسپانیا قبول کرد که بله، کشور ما را، من میدان نوایی های ما در خدمت شما هست، به اصطلاح افراد آسیب پذیر بیاین از اینجا. باز از اینجا تقسیم می شدن در فرانسه و آلمان و مثلا حتی در امریکا می رفتن، چون نمیتونه یک تیاره از افغانستان پرواز بکنه و خودش تا امریکا برسانه، بالاخره در یکی از کشورهای اروپایی باید نشست بکنه و این که کی کشور، کدام کشور باشه، مناسب ترین کشور مثلا کشور اسپانیا بود که این انتخاب شد. و اسپانیا که در هرات و جوزجان و در خیلی از بعضی از ولایت های افغانستان حتی در بامیان بودن، رابطه خیلی خوبی داشتن با مردم افغانستان و کمک زیادی کردن و دقیقا تقریبا باید بگویم با کسایی که با اینا هم کار بوده کلان انتقال داده شده از افغانستان در اسپانیا. بیش از 3800 نفر خود اسپانیا به صورت کلان اسپانیا قبول کرده مردم افغانستان در کل. ولی از این که مثلا چقدر قوم ها آمده، خب ما بعد از سقوط افغانستان، البته قبلش هم زمانایی که در افغانستان جرم و جنایت و انفجار و نسل کشی می شد، ما همیشه هم اعتراض می کردیم از طریق سازمانی که ما اینجا داریم به نام سازمان جهانی جامعه مدنی در اروپا و انجمنی که داریم و ارتباطاتی که با سایر نهادهای قوما و فعالین حقوق بشر و دیگه هموطنا داریم. خلاصه چندین بار ما نامه به دبیرکل سازمان ملل نوشتیم، یعنی قبل از سقوط، که ارزش های این 20 ساله پایمال نشوه و ارزش های دموکراسی باید در افغانستان بمانه و نباید طالبا به عنوان یک گروه متحجر حاکم افغانستان شد. و بعدش هم که دولت سقوط کرد، ما همیشه اعتراض ما این بود که خب این مسلم هم هست که مرزها در دست طالبا بود، میدان نوایی در دست طالبا بود و بیشتر کسایی که تحت نام افراد آسیب پذیر می آمدن از قومهای پشتون بودن و حتی فارسی زبان ها، حالا غیر از هزاره ها، سایر مردمی که فارسی زبان بودن هم به سختی میتونستن از افغانستان بیرون شون. و به همین علت ما اعتراض کردیم. ما چند بار با وزارت دفاع اسپانیا، با شخصا وزیر خارجه اسپانیا آقای آلوارس صحبت کردیم و آخرین باری که این موضوع ما پیشنهاد کردیم و لیست بعضی از افراد آسیب پذیر دادیم، شخصا خود وزیر دفاع اسپانیا رفت در پاکستان
و یعنی از طریق پاکستان دیگه راه نبود که بیشترین مهاجرین از طریق پاکستان انتقال پیدا میکردن و حدود 80 خانواده هزاره انتقال دادن و خب از دیگه اقوام مردم افغانستان هم بود دیگه، تا حالا به همین شکل بوده. یعنی همیشه ما گوش زد کردیم که اول ما باید تعریف داشته باشیم که چی افرادی در افغانستان، چی مردمی در افغانستان آسیب پذیر هست. بعد از تعریف باید او افراد آسیب پذیرتر آورده شود. خب اگر از لحاظ اقتصادی بگویی، از لحاظ بیکاری بگویی، تمام مردم افغانستان مشکل دارن، ولی کی تحت پیگرد قرار میگیره، کی به خاطر زبانش، به خاطر مذهبش، به خاطر نژادش، به خاطر چهرش اذیت و آزار میشه، به او ترتیب هست که او باید تعریف شوه. به می خاطر ما همیشه برای فعالین قوم ما و مردم گفتیم که در هر کشوری که هستین باید ارتباطات قوی با کلانای او کشور بگیرین، باید در سیاست او کشور سهم بگیرین و گپتانه باید برسانین در مقامات کلان اون کشور تا بتانین هم برای مردمتان مصدر خدمت شوین، هم افرادهایی که واقعا آسیب پذیر هست دستشان بگیرین که بتانن بیاین اینجا بتانن. حالا ما در این باره با صحبت میکنیم در مورد چه رقم میشه در عرصه سیاست در کشورهای مختلف تاثیر گذاشت و همچنین در اسپانیا وضعیت چطور است، رابطه مردم ما با سیاست و دولت در اونجا. اما چند نکته را با توجه به گپایی که شما زدید من اینجا یادداشت گرفتم، فقط در البته او نظر و نظرات خودتان برای ما محترم هست، اما چند نکته را من در فقط اشاره میکنم. وقتی که ما گپ از سقوط میزنیم، سقوط افغانستان، سقوط در سقوط است در حقیقت، پیش از او هم سقوط کرده بود، پیدایش کشوری نامی به نام افغانستان خودش یک سقوط بزرگ بود و جنایت و نسل جنایت های مختلف از جمله نسل کشی، کوچه‌اجباری، تبعیض سیستماتیک، بردهداری، اینا همه در همون دوره سقوط بزرگ صورت گرفت و یه چیزی که عالی رایت شده به نام مثلا سقوط یک جمهوریتی که مثل یک چوکی که مثلا سپای نداشت، او سقوط در سقوط هست به نوعی. و وقتی که ما گپ از قوم و قوم میزنیم، اقوام مثلا میگیم در او کشور، ما شاید اگر دقیق‌تر نگاه بکنیم همون طوری که طی چندین دهه برخی از مبارزان آزادی، مبارزان حق و حقوق در اونجا ابراز داشتن، ما بهتر است شاید از ملیت صحبت بکنیم، ملیت‌های مختلف و ملت‌های مختلفی که در اونجا هستن و نه اقوام مختلف. و به همین شکل خود وقتی که نام افغانستان برده میشه، افغان و افغان و افغانستان، اینا همه در حقیقت نام‌هایی هستن که با حساسیت خاصی باید به کار برد، با وسواس و تفاوت قائل شد و پیش زمینه های ای را هم باید گفت که چی رقم گره خورده پیدایش همچین نام هایی با جنایات سازمان یافته و سیستماتیک. و خب این چند نکته را من لازم بود که توضیح بدم در این مورد. یک سوالی که پیش از این که سقوط در سقوط اتفاق بیفته در 2021، پیش از او هزاره ها به چه شکلی در اونجا آمدن، از چه طریقی وارد اسپانیا و کاتالونیا شدن؟ پیش از آن خب در حقیقت همون کسایی بودند که در دوره اول حضور طالبا در افغانستان خانه و زندگیشون از دست دادن و مجبور شدند که بیاین در ایران، و شرایط ایران هم که از جمله خود ما از اون جمله افرادی هستیم که در ایران نتونستیم تحصیلات اکادمیکو دقیق داشته باشیم و تحصیلاتی که کردیم کلن با پول بوده
و به این خاطر نتونستیم به اون مرحله خود برسانیم. خب خیلی ها دل و دریا زدن، آمدن از دریای سیاه رد شدن و خیلی ها در دریا غرق شدن و در مثلا آمدن تا چی از راه پیاده، از راه بلغاریا و هنگری، چی از راه آب مثلا در یونان. در حقیقت این مهاجرینی دوره اول طالبا هست که در افغانستان آمدن و دست به نسل کشی و اذیت و آزار زدن. این از او جمله افرادی هستند که مهاجرت کردن و بالاخره خودشان از جمله مثلا در اسپانیا یا کاتالونیا خودشان رساندن که تا هنوز هم همین عده افراد ما داریم و در او زمان اقامت گرفتن خیلی سخت بود به خاطری که کشور اسپانیا تعریفی آنچنانی از افراد مهاجر، مهاجر خود یک مسئله جدا هست، ما بحث پناهجو و پناهنده را داریم. مثلا میشه گفت که مردم های امریکای لاتین در اسپانیا مهاجرن، ولی مردم افغانستان و به اصطلاح فلسطین و سوریه و امثال اینا، خب اینا پناهجو هستن و بعدا پناهنده میشن. در اون زمان پناهجویان هزاره و مردم افغانستان هم خودشان رسانده بودن در اسپانیا و به سختی تانستن اقامت بگیرن، یعنی طول میکشید. و عده زیادی بعد از او که مثلا در کشورهای اسکاندیناوی بودن یا مثلا در کشورهای دیگه که دادن کیس سخت بود، اونا وقتی که کیسشان رد میشد یا مثلا خودتون میدونید که یک معامله اشرف غنی در او زمان انجام داد با کشورهای اسکاندیناوی، چون تعدادی از مردم هزاره در کشورهای اسکاندیناوی بیشتر هست، که گفتن مناطق مرکزی افغانستان امن هست، افغانستان امن هست، و به امین علت خیلی از کشورهای اسکاندیناوی مردم هزاره و سایر وطندارا را اینا مجبور به بازگشت کردن و دیپورت کردن. خیلی از جوانا که ما شاهد بودیم به می منظور، هم ما چندین بار هم تظاهرات کردیم، هم رفتیم در پارلمان اتحادیه اروپا و جلسات خیلی مهم می داشتیم که جلوی دیپورتی ها گرفته شوه، و خیلی هارم باز ما همون زمان هم برای ابلاغ کردم برای تمام مهاجرین که نیاز نیست که دنیا خوب آخر نرسیده. شاید سیاست مدارای افغانستان مثل بابا و اجدادشان خائن باشن، شاید برای ملت، برای مردم، برای اقوام افغانستان خیانت بکنن، معامله بکنن، خون جوانا و مهاجرینه، ولی دنیا با آخر نرسیده. شما باید یک گزینه دیگه در نظر بگیرین، بیاین در اسپانیا پناهندگی بدین. اسپانیا حداقل دیپورتی نداشت و نداره در افغانستان. بیاین همینجا، دو نمونه اقامت هست در اسپانیا. یک نمونه ای که به عنوان پناهنده سیاسی قانون دوبلین که شما میفهمین باید اثر انگشت در دیگه کشورها نداشته باشه. دوم این که اگر یک نفر در اسپانیا 3 سال زندگی بکنه و به اصطلاح در شهرداری خودش ثبت نام بکنه، بعد 3 سال میتونه اقامت کاری بگیره. بنابراین از طریق اقامت کاری هم به مدرک میرسه، آخرش به مدرک میرسن در اسپانیا مردم افغانستان. و غیر از او هم میتونن دوباره کیسشان بررسی بکنن، عیبی اصلی کیسشان چی بوده که در او کشورها قبول نشده. خب ایده زیاد اطلاعات درست ندارن، یا از این و آن میشنون، یا از دوستایش، رفیقایش راهنمایی اشتباه میکنه. به نظر من هیچ نیاز نیست که یک شخص اهل افغانستان باشه، بلخص هزاره با این شرایط باشه و دروغ بگویه، یک کسی دروغ بگویه. نه، بگویه من هزاره هستم، مورد مردم ما مورد تبعیض قومی، زبانی، مذهبی قرار میگیره، در افغانستان ما نمیتونیم زندگی بکنیم و به سختی میتونیم زندگی بکنیم، هر روز چی قبل از به اصطلاح در دوران دموکراسی، چی بعدش که طالبا گرفته، هنوزم جرم و جنایت و انفجار کم نشده
و به نام‌های مختلف دست به انفجار و کشتار مردم هزاره میزنن. پس همین کیس کافی هست. همین را درست توضیح بتن، این کشور را قبول میکنن. البته آقای اسکندری عزیز، خب این نکته خب در مو سالایی که بسیار دیپورت بود و بعد مو اشاره که کردن غنی احمدزی و او نحوه معاملهی که میخواست با برخی از کشورهای اسکاندیناوی بکنه، این درست است. اما کشورهای اروپایی هم یک حالت خاصی داشتن. اینا از طرفی مثلا ادارات مهاجرت در امی اسکاندیناوی، مثلا اداره های مهاجرت حتی تحقیق میکردن در مورد هزاره ها و او کسایی که تحقیق میکردن افغان هایی بودن که عملا علیه هزاره ها فعالیت میکردن، معلومات غلطی در مورد هزاره ها در گزارش های خودشون ارائه میکردن و از یک طرفی مثلا کسی مثل غنی احمدزی علیه پناهجو و کرزی پیش از، یعنی سابقه پیش از حتی دوره کرزی داره، علیه هزاره ها از کانال های رسمی خودشان دولتی خودشان عمل میکردن و از طرف دیگه هم خواهمی نهادهای به اصطلاح تحقیقاتی که و افغان هایی که در اونجا بودن علیه هزاره ها گزارش های غلط میدادن و بعد کاری میکردن. ما میبینیم مثلا در این سالها حتی بسیاری از کشورها و اداره های پناهندگی و پناهجویی متوجه شاهد شده باشند که بسیاری از کسایی که میگفتن ما از طرف طالبان در خطر هستیم، میبینیم که عالی و پناهندگی گرفتن، طرفداران سرسخت طالبان همیالی هستند و عملا این در آینده در یک شاید در همین سالهای آینده یا نسل آینده یک تهدید بزرگی برای امنیت اروپا هم محسوب شوند که چطور مثلا کسایی که با دروغ آمدن گفتن و از طرف طالبان تهدید میشن ولی تبدیل شدن به طرفدارای طالبان. و بعد البته ما اینجا توصیه های مربوط به پناهندگی و پناهجویی نمی کنیم ولی اشاره هایی را همین می کنیم و از طرف دیگر بسیار مهم است، چون دوسیه هر کس بسیار فردی هست، وضعیت عمومی یک مردم تاثیرگذار است، مهم است. هزاره با این جنایات مواجه میشه ولی در عین حال خود شخص هم مستقیم چه رقم تحت تاثیر قرار میگیره هم مهم میباشه. آقای اسکندری عزیز، آیا هزاره ها حالا جدای از پناهجویی و پناهندگی و از اون مسیر خطرناکی که در طی میکردن و میکنن، شاید همچنان از مسیر ترکیه و بعد یونان و بعد ایتالیا و اسپانیا به این شکل و این مسیر بسیار خطرناک را طی میکنن، از مسیرهای دیگه هم وارد اسپانیا شدن، مثلا به عنوان دانشجو، به عنوان تاجر، با عناوین دیگه و ویزاهای مختلفی که اونجا امکانش هست؟ به عنوان دانشجو ما شاهد خیلی زیادی از قوما بودیم که آمدن و هنوزم چند تای شاید در دانشگاه اوتونومی بارسلونا که ما درس میخوانیم من میبینم. قبلش هم دوره هایی بود که اونا آمده بودن از طریق دوره های ایرسموس و خیلی هایشان یک ایده از دانشجوهایی بودن که در ترکیه تحصیل کرده بودن، باز از ترکیه مثلا آمده بودن در اسپانیا برای تحصیل. و شما میدانین که دوره ایرسموس یک پلتفرم خیلی مهم دانشجویی در اتحادیه اروپا هست که تا ترکیه را شامل میشه و خیلی خوبه که دانشجوهایی که در ترکیه هستن میتونن از طریق امکانات ایرسموس بتونن در سایر کشورها بیان برای ادامه تحصیل یا یک بخشی از تحصیل خودشان انجام بدن. با مو خاطر بود که غیر از او هم کسایی هم که آمده بودن به عنوان دانشجو قبلش هم در اسپانیا پذیرفته بود و اینجا برای تحصیل آمده بودن و ماندگار شدن. اما تاجری با اون شکل مهمی آدم سرشناسی من نمیشناسم. بعضی هایی که مثلا با یک مقدار پولی که آمده بودن برای خودشان یک بزنس مناسب و کوچک برای خودشان زدن، بیشتر فعالیت های
مهاجرین مال مهاجر پناهندگان هزاره و بیشتر مردم افغانستان در اسپانیا همین کارای رستوران داری هست. رستوران به وضعیت کاروبار هزاره ها میپردازم. شما اشاره کردیم، چند بار اشاره شد به اسکاندیناوی، ما یک برنامه مفصلی را با دو تن از فعالان هزاره در سویدن داشتم، روزگار هزاره ها در سویدن، آقای رضا زیایی و همچنین بانو دایتبار، نصیب دایتبار، که او معلومات بسیار خوبی میده در مورد روزگار هزاره در اسکاندیناوی و او وضعیت مهاجران و چالش هایی را که داشتن. و یک خوب است همینجا یک دفعه دیگه اون معلوماتی که در اونجا ارائه شد را کوتاه ما بگویم که ما حدود 75,000 هزاره در تنها سویدن داریم، طبق معلوماتی که مهمانان ما در اون برنامه ارائه کردن. آقای اسکندری، آیا معلوم هست ما چه تعداد هزاره در اسپانیا و کاتالونیا داریم؟ به صورت عدد ما نمیتونیم، من نمیتونم برای شما بگویم، به خاطر اینکه اسپانیا یک کشور هست که بیشتر مردم میاین اینجا پناهندگی یا میگیرن یا پناهندگی میتن یا میرسن از اسپانیا میرن یا حتی نشنالیتی اسپانیا را میگیرن در یک کشور دیگه، مثلا برن برای زندگی. به او خاطر یک عدد خاص را من نمیتونم بگویم که این تعداد، نه تنها مردمی هزاره چی تعداد اینجا هست که مردم افغانستان کلن چقدر هست، یعنی عدد مشخصی وجود نداره. اما آماری که دولت میته، مثلا برای کسایی میته که اینجا ثبت نام شده، در شهرداری ثبت نام شده، مثلا در شهرداری ثبت نام شدن، ولی خب یک قانون داره اسپانیا، همونطور که گفتم کسایی که اینجا خودشان از ثبت شهرداری میکنن، ای تا 5 سال اسمش میمانه، چی او باشه چی نباشه. حتی کسایی را میشناسم تا 10 سال اسمش مانده در او خانه، تا ای یک جای دیگه خودش ثبت نام نکنه اسمش در او خانه میمانه، ولو در او خانه زندگی نکنه. بنابراین آمار اصلا دقیق نیست، نه آمار دولتی دقیق، نه آمار مهاجرینی که ما مثلا یا کسایی که اینجا با مردم در ارتباط هستیم، ما نمیتونیم عدد خاص بدیم، به خاطر عدد وجود نداره. حقیقتش میشه به صورت تقریبی گفت، البته این نداشتن عدد در هیچ جای دنیا او عدد با او شکل دقیق وجود نداره، تا حداقل تا حالی که ما برنامه را با در مورد هزارها در کشورهای مختلف داشتیم. و در داخل کشور خودمان هم همچین وضعیتی نیست. ما میدانیم که حکومت ها با جعل و در کنار جنایات مختلف، جعل، تقلب، دروغ، پروپاگاندا، تخریب، آمار غلط دادن، این رقم گذران کرده و همیالی هم اکثریت و اقلیت جور کرده و معلومات غلطه. گاهی وقتا آمار مثلا میبینین آمار رسمی از اونا با آمار سازمان ملل 10 میلیون تفاوت داره، مثلا تفاوتش از خواهی، یعنی نشان میده که فاجعه چقدر هست. ولی در کشورهای که حداقل مثل کشورهای اروپایی که یک نظمی باید باشه، البته با در اسپانیای شما و کاتالونیا یک بی‌نظمی هنری خاصی هم در اونجا وجود داره دیگه، البته فکر بکنم. ولی خب آیا به شکل تقریبی میشه گفت جمعیت؟ به نظر من شاید در حد 500 نفر باشن. تقریبی حدود 500 در اسپانیا و کاتالونیا در مجموع، در کل تمام اسپانیا، در کل تمام اسپانیا، به خاطر که در کل مهاجرین افغانستان اونقدر زیاد نیست. و اگر بسنجی 500 نفرش از قوم میشه گفت. خب اینجا به نظمی نیست، آزادی هست. خب آزادی بیش از حد در اسپانیا هست، حتی مثلا پلیس هم با مردم مدارا میکنه زیاد مثلا چیز نمی جدی نیست. به او خاطر بعضی ها از آزادی بیشتر مثلا سوء استفاده میکنن در کشور. یا مثلا شما در نظر بگیرین ما این همه زحمت کشیدیم، حالا برای این نظر به شرایط فعلی افغانستان خیلی ها را
رفتیم تظاهرات کردیم، چونه زدیم با دولت اسپانیا، با کلانای اسپانیا. به محضی که اونا پایشان اینجا رسیدن، این کشور ترک کردن، رفتن یک کشور دیگه. خب بند خدا، وقتی که تو این کشور تو چی مثلا سر و گردن زیادتر از مردم اسپانیا و مهاجرین اسپانیا هست که تو مثلا میخوای بگی من دالمان میرم یا فرانسه میرم یا یک کشور دیگه میرم. خود تو آسیب پذیر اگر هستی، همینجا صبر کو، همینجا زندگی کو. خو اینجا قانون داره، وقتی که از تو اثر انگشت میگیره، خو این شامل دوبلین میشه. ما بارها برای مهاجرین گفتیم که وقتی که شما انگشت دوبلین داشته باشین، شما را برمیگردن. همین چند وقت پیش یک طیاره از مهاجرین دوباره از آلمان برگشتان در اسپانیا. به او خاطر اینا باید آمار این را بفهمن که وقتی یک کشور شما را تضمین میکنه میاره در مدت 3 ماه یا در مدت کمتر از 6 ماه یا 1 سال شما اقامت 5 ساله زیرا میگیرین، در حالی که کسایی هست تا 10 سال در این کشور زندگی میکنه هنوزم اقامت کشور نداره. نباید ناشکری بکنین، باید از این شرایط استفاده بکنین، در این کشور زحمت بکشین، زبان یاد بگیرین، تحصیل بکنین. هیچ سرگردان شما زیادتر از سایر مردم و مردم اسپانیا نیست. اسپانیا کشور خوبیه، اینجا تمام شرایط آماده هست، ولی خب باید زحمت بکشین، زبان یاد بگیرین دیگه. زبانی که این مردم نمیتونه ده تزریق کنه. در همه جا باید بالاخره زبان را یاد بگیرن. ولی در خوی وضعیت ظاهرا مشابه است با وضعیت در ایتالیا، چون در ایتالیا هم ما یک برنامه که داشتیم همین رقم یکی از مسائلی که اشاره شد همین بود که کسایی که در ایتالیا میرسن، ایتالیا را به عنوان یک گذرگاه برای رسیدن به کشورهای دیگه انتخاب میکنن و نمیمانن. و برای همین یکی از عوامل دیگه ای که آمار دقیقی وجود ندارم یا دقیق تر یا تقریبی حتی وجود نداره، همین مسئله هست که نمیمانن، ماندگار در اونجا بسیاری نیستن. ولی البته باز بسیاری هم هستن که خب جاذبه های خاصی هم در مثلا کشور ایتالیا وجود داره، یا مثلا در اسپانیا حتما هم سرشار از جاذبه هست البته اسپانیا، و ممکنه بسیاری هم تصمیم بگیرن که در اونجا ماندگار شوند. آیا در همین حدود جمعیت تقریبی 500 نفر که ما میگیم، آیا در این مشخص است که آیا میتونن بگوین که چی تعداد از اینا زنان هستن، چی تعداد مردان هستن، چی تعداد کودکان هستن؟ معلومات میتونن در مورد ارائه کنین؟ آمار مردا بیشتر هست، یعنی از قبل هم بیشتر بود، چون مهاجری پناهجویان اصلی را جوانان تشکیل میدادن که تمام سختی ها را به خود می گرفتن می آمدن. ولی خب جدیدن که نا تحت عنوان به اصطلاح از افغانستان آورده شدن، انتقال داده شدن دیگه، خانواده ها هم هستن. خب خودتان میدانین که مجردینی که اینجا میایه تاکایه باید مجرد بمانه، بالاخره باید ازدواج بکنن. و فعلا که من فکر میکنم شاید بین 65% یا 60%ش مردا باشه، 40% زنان هست. و روز به روز یعنی زنها هم بیشتر شده میره، چون بخوای نخوای مجردین باید ازدواج بکنه. و اینا هم خودتان میدانین که بیشتر پناهندگان دوست دارن از افغانستان زنشان بیارن، یا مثلا از اقوام و دوستایی که در ایران و پاکستان دارن ازدواج کنن بیارن. به این ترتیب هرچی زمان بیشتر بگذره، به نظر من همین آمار زنها خودشانه به مردم میرسانه. تا 10 سال دیگه یعنی برابر میشه زن و مرد در اسپانیا، و تعداد کودکان هم افزایش پیدا میکنه. حالا هم خیلی خوب دستاورد بعضی از خانواده ها هم و فرزنده هستن دیگه، همینجا بیشتر اولاددار میشن
چون میتونن بهشون رسیدگی بکنن از لحاظ درس و تحصیل. به هر حال یک نکته هم بسیار مهم است، حالا جدا از گاهی وقتا ایره با حالت شوخی باش برخورد میکنن، ولی جمعیت، پیری، جوانی جمعیت، تعداد، مقدار، اندازه جمعیت، کیفیت جمعیت، اینا بحث‌های بسیار مهم هستند و خوب است هزارها در این قسمت هم اتفاقا توجه داشته باشند و جمعیت هزاره افزایش پیدا بکنن و در کشورهایی که امنیت دارن میتونن فرصت رشد و پیشرفت دارن، خود چه بهتر جمعیتشان در اونجا هم افزایش داشته باشه. این مثلا در هر زمینه ای اگر ضعیف باشه در قسمت زاد و ولد ضعیف نیستن. خب خوب است، این نکته خوبی هست. در ارزم پراکندگی جمعیتی هزاره ها به چه شکلی هست؟ در کدام نقاط همی بیشتر در کدام نقاط اسپانیا زندگی میکنن؟ خب بیشتر فعلاش اگر در نظر بگیریم دو شهر بزرگ بیشترین آمار دارن، مادرید و بارسلونا. در مثلا در سایر شهرها مثل خیخون و بلباو و مایورکا، حتی مایورکا، جزیره مایورکا طبقی که ما آمار داریم شاید حدود 50-52 نفر از قوم اونجا زندگی میکنن و در تمام جای اسپانیا فعلا پخش هستن. به خاطر اینکه وقتی که اینا در کشور میایه باز اینجاهای مثل صلیب سرخ و مثلا اکسم و سیار و اپیپاکام و اکثر و امثال اینا را نظر به جایی که داشته باشن، مثلا در فلان ولایت، در فلان ایالت، در فلان بخش مثلا جای مکان داره، انتقال داده میشن در قسمت. ولی اینا پخشن در کل، در تمام اسپانیا پخشن، ولی خب مرکزیت همین بارسلونا و مادرید هست. در مادرید و بارسلونا تعدادشون بیشتره. و چه عوامل دیگه، حالا جدا از اون نادایی که گفتن که اینا اگر اینا برای کسایی کار میکنن که برای پناهجویان که تازه آمدن و اگر جایی داشته باشن در اموجا بسته به مثلا شرایطشون در اونجا پناهجویان هزاره را پراکنده کردن، عوامل دیگه مثل کار، در درس و اینطور چیزا هم تاثیرگذار هست در پراکندگی جمعیتی هزاره. هرچی ما به سمت مثلا ولایت ها و شهرهای به اصطلاح که جمعیت کم یا انتقالات یا کار کم هست، خب تعداد کمتر اونجا میمانن. بیشتر حتی نسبت به مادرید بارسلونا رو ترجیح میدن، چون در بارسلونا جمع و جوش و هیجان و تقریبا کار بیشتره. یعنی اقتصاد اسپانیا دست کاتالونیا هست، با مو خاطر این مردم میخوای جدا شوه، به خاطر که درآمدی بیشتری دارن. و از لحاظ دانشگاه ها که شما در نظر بگیرین، بارسلونا بهترین دانشگاه ها را داره و خیلی ها به خاطر که اینجا بخواین ادامه تحصیل بتن در بارسلونا میان. مثلا شما در نظر بگیرین یک دانشگاه خودمختار بارسلونا حدود 42,000 تا دانشجو و معلم و کارگر داره. به این تعداد یک دانشگاهش هست. حالا دیگه دانشگاه ها و دیگه فاکولته ها چقدر دانشجو داره، به مو خاطر علاقه مند هستن که بیشتر بیاین به سمت بارسلونا و همچنان مادرید. مادرید هم جای خوبیه، ولی خب بارسلونا یک فن داره، یک جالبی را داره، بر علاوه امو امکانات را که مادرید داره، بارسلونا یک ساحل زیبا و وسیع و کلانی داره. شما در نظر بگیرین وقتی آماری که ما دیدیم همین سال در مکه حدود 1,000,000 آدم حاجی رفته بودن، در حالی که دم لب ساحل بارسلونا 1.5 میلیون توریست آمده بود در مدت خیلی کم. حتی آمار توریست بارسلونا بالاتر از حاجی های عربستان هست. در کنار اون ساحلی که اشاره کردن، خود اونجا موزیم های خیلی
جالب و جذابی از موزیم پیکاسو مثلا در اونجا، و بعد او بناهایی که از به اصطلاح قرون وسطا در اونجا مانده در خود اسپانیا، و بعد بعضی رستورانت های اونجا هست که در مثلا پیکاسو، پابلو پیکاسو عادت داشت در اونجا اقامت، یعنی وقت خود بگذرانه، و یا هنرمندان دیگه اسپانیایی. در حالا خب هزارها شما گفتن بسیاری از هزارها ماندگار نمیشن در اسپانیا و جای به جای میشن و میخواین در کشورهای دیگه برن. از کشورهای دیگه بسیاری هستن که از همین بسیار کشورهای مرفه اروپایی که تصمیم میگیرن و برن در اسپانیا ساکن شون. آیا هزارهایی هستن که مثلا رفتن به کشورهای دیگه اروپایی زندگی کردن سالها و بعد تصمیم گرفتن به اسپانیا برگردن به دلیل شرایط آب و هوایی، وضعیت خاص، ارزان بودنش نسبت به سایر کشورهای اروپایی؟ آیا هزارهایی هم پیدا میشه در این کاتگوری؟ دقیقا میدونی چیسته؟ خو خیلی اول به محضی که میاین اسپانیا یک هنوز اقامت نگرفتن، اینجا رسمی نشدن، تحت یک سری زیر دست اینجوها هستن، برشان سخت میگذرن. خب به او خاطر فکر میکنن اگه از این کشور مثلا دا آلمان برن یا فرانسه برن بهتر خواهد بود. وقتی که میرن اونجا مثلا دا آلمان، اگر نشنالیتی آلمان هم بگیرن بازم مورد تعصب قرار میگیرن. مردم آلمان متعصب هست، یا مثلا با نگاهش آدم هم میخوره. خیلی کشورها اگر گبم نزنه یک نگاهی میکنه، اگر تو یک چوکی اتوبوس یا مترو ششته باشی به یک نحوی نگاه میکنه که پاشو که من بشینم فامیدی، یا در هر جایی نگاه تحقیرآمیز داره. او دیگه بر تو فکر نمیکنه که مثلا در جیب چی پاسپوردی هست. به او خاطر هست و سخت بیگیری ها و قوانین شدیدی که در او کشورها هست آدم هم مثلا مجبور میکنه. من خیلی نه تنها مثلا از قوم ها که دیگه مردمایی که از دیگه کشورها هست مثلا نشنالیتی آلمان داشتن آمدن در اسپانیا، ولی اسپانیا اصلا اینجا هیچ کسی احساس غریبی نمیکنه، چون مردم اسپانیا متعصب نیست، اصلا تعصب ندارن که تو از کجا هستی، کی هستی. و جالبی کار دهی هست که مردم اسپانیا نسبت به سایری کشورهای اروپایی از لحاظ نژادی فرق میکنه. موهایش مثل ما سیاه هست، قدش، قوارشان، و اگر در نظر بگیری کشورهای حدود امو 20 چند کشوری آمریکای لاتین و سایر کشورهای همکه هست، اینا تقریبا هم قیافه مردم هزاره هست، مثل مکزیک و بولیویا و اکوادور و امثال اینا. وقتی که یک هزاره در مثلا در اسپانیا را بگرده در کوچه و بازار، اونا اصلا در ذهنشان افغانستان نمیگرده، این فکر میکنه یا از بولیویا هست یا از اکوادور هست یا مثلا از مکزیک هست. به این شکل نگاهشان هست. اگر شروع میکنه به گف زدن با تو، فکر میکنه که تو زبان اسپانیایی بلد هستی. به او خاطر هست که اسپانیا برای تمام مردم خوبه، برای مردم هزاره هم خیلی خوبه. یعنی یکی از خانوما چند وقت پیش اینجا آمده بود، خوب نام داره، از آلمان، خانم اخلاقی مثلا اینجا آمده بود، دید که گفت من هر جای میرم اینا با ما اسپانیایی صحبت میکنه، فکر میکنه که من اسپانیایی هستم. آه من گفتم فکر میکنه یا اسپانیایی هستی یا لاتینی هستی. به او خاطر گفت من اصلا اینجا احساس غریبی نمیکنم، فکر میکنم من در کشور خود آمدم، در خانه قومای خود آمدم. به او خاطر هست چند تا از همکلاسی های خودیم که بولیویایی بود، وقتی که میرفتیم پیش بچه های هموطن ها میرفتیم، میگفت یه قوم ها مثلا چند وقت شده که آمده از افغانستان، اقامت گرفتن نگرفتن، با اون در خدا ای از بولیویا هست. و جالبیش هم این هست که کشور خود ما هست، خودمانی هستیم اینجا در اسپانیا، کلن احساس غریبی نمی کنن. و از هر لحاظش خودتان میدانین که مثلا کشورهای اسکاندیناوی سرد هست و خیلی ها اینجا میان برای خرید خانه. من خیلی ها سراغ دارم که آمدن هم اینجا
خانه گرفتن و همینجا مثلا برای تفریح یا مثلا به خیلی اوقاتشون در اسپانیا میگذرانن. آلی در بین اینا هزارها چقدر هستن؟ کسایی که از کشورهای دیگه و کشورهای امن و اروپایی دیگه یا امریکایی ما آمار دادن نمیتونم، ولی خب چیزی که بر ما زنگ زدن چندین بار، یعنی از چندین سال میشه، 4-5 سال میشه که بر ما زنگ میایه که شرایط اسپانیا چطوره، ما اونجا خانه بخریم، شرایط بارسلونا چطوره یا جزایر اسپانیا چطور هست. خب معمولا خانه ها اینجا ارزانتر هست و میاین برای خرید خانه، ولی هستن که اینجا خانه گرفتن و خانه دارن، یا خودشان زندگی میکنن یا خودشان برمیگردن دستی کرایه میتن به کسی و هر وقت که خودشان برای تفریح آمدن میاین در خانه خودشان. و خیلی خوب هست که حتی ما براتون بگویم خیلی از انگلیسی ها اینجا خانه دارن، در جزایر، در خودی بارسلونا خانه خریدن. میدونی چیه؟ که انگلیسی ها جالبیش است که اسپانیا سیستم بهداشتش و شفاخانش رایگان هست. انگلیسی ها میای اینجا بر تداوی، یعنی میاین به یک نحوی خودشان ثبت شهرداری میکنن، اما نیه یا مثلا اما کارت اسپانیا رو به یک نحوی میگیرن که قانونی هستن دیگه، تمام مریضی خودم میندازن در گردن اسپانیایی ها. به او خاطر هست که چون سیستم شفاخانه و بیمارستان اینجا رایگان هست، به او خاطر هست که خیلی هم به این خاطر هم میاد اسپانیا. به جالبیش همین. بسیار خوب. حالا در مورد هزاره ها وضعیت اقامت و تابعیت هزاره ها به اونجا به چه شکل است؟ وضعیت چه وضعیت حقوقی دارن؟ پناهجویان پناهجو هستن، پناهنده هستن و یا اقامت دائم مثلا و یا تابعیت را در اونجا دارن؟ آیا مشخص هست؟ گفتم میتونن، البته تقریبی هست دیگه این معلومات. خب تابعیت در اسپانیا برای الان برای دیگه کشورها که اینا رابطه سیاسی یا خاصی مثل امریکای لاتین داره واسه قابل مقایسه نیست. مثلا بعضی کشورهای لاتینی اگر اینجا بیاید در ظرف 2 سال اینا نشنالیتی اسپانیا رو میگیرن. حتی از فیلیپین، فیلیپینیا که میاید در ظرف 2 سال نشنالیتی اسپانیا رو میگیرن، چون فیلیپین تحت استعمار اسپانیا بوده. تا هنوز هم زبان اون فیلیپینی و اسپانیایی، یعنی فیلیپینی خیلی لغات و کلمات اسپانیایی داره. به او خاطر مردم ما که اینجا می آیه پناهنده سیاسی هستند. در مدت فعلا مثلا در مدت 6 ماه 1 سال اقامت 5 ساله را می گیرن و در این مدت مثلا از تمام مزایای مهاجرین مهاجرت برخوردار می شن و دائمی هست، کلن اقامتشان دائمی هست و بعد از 5 سال اینا میتونن نشنالیتی بگیرن. و جالبی از این هست که اسپانیا فارغ از قوانینی مثلا آلمان و بعضی کشورها که خیلی سخت میگیره که او شخص باید پول در حساب بانکیش باشه، قرضدار نباشه یا مثلا کار بکنه، کار کرده باشه، نه، در اسپانیا همین مهلتت که تمام شد 2 امتحان داره، امتحان کلتورال و زبان، او هم سطح خیلی پایین، آدو مثلا تو فکرش بکن، امتحان آدو و یک امتحان کلتورال میتن و اینجا نشنالیتی اسپانیا رو میگیرن. خودت میدونی که پاسپورت اسپانیا یکی از 3 برتر پاسپورت های جهان هست. در 190-185 کشور دنیا بدون ویزا میتونن سفر کنن. به او خاطر خیلی زمینه مساعد هست. ولی یک ایدهی که از قبل آمده بوده، مثلا فکر کن که رفته بودن در کشور اسکاندیناوی یا کشورهای دیگه، کسشان قبول نشده، آمدن در اسپانیا، کس ندادن، از طریق کار آمدن، اینا از طریق کار اقامت میگیرن، مثلا اول اقامت 1 ساله میگیرن، بعد 2 ساله میگیرن و 5 ساله. وقتی 5 ساله رو گرفتن دائمی میشه. ولی اونا بعد 5 سال نمیتونن نشنالیتی بگیرن، بعد 10 سال میتونن نشنالیتی بگیرن. ولی خب شرایط در هر صورت خیلی خوبه،
د اسپانیا از لحاظ گرفتن اقامت نشنالیتی و از این جهت خیلی خوب هست که هنوز هزارهایی هستن در اونجا که پناهجو محسوب شوند. هنوز در پروسه هستن. شما در نظر بگیرین پناهجو کسیه که تا هنوز اقامت نگرفته باشه. خب خیلی تا هنوز هم که هنوز هست اسپانیا نفر میاره از افغانستان یا از پاکستان یا کسایی که به اصطلاح تقاضا دادن و دولت اسپانیا بر از اونها یک کد فرستاده، اونا در انتظار هستن، اونا در فرصت از طریق دولت اسپانیا آورده میشن و هر ماه یا مثلا هر 3 ماه بعد یا یک 5 ماه بعد یک پرواز میشه که اینا رو میارن. خب مسلماً این پروسه پناهجویی همیشه ادامه داره و این تمام شدنی نیست، ولی خب هر کس هم دوره خود که تر کنه میشه پناهنده دیگه، اقامت خود میگیره و سلام. و البته ممکن است مثلا یک کمی تفاوت داشته باشه. آیا کسایی هستن که هنوز از راه زمین و از مسیر یونان به اسپانیا میاین و در یک وضعیت پناهجویی قرار داشته باشن؟ چون او کسایی که شما گفتن خو از خود دولت اسپانیا میاره، اونا را به نوعی تضمین شده هست، فقط منتظر هستن که امور روند اداریشان، حالا بسته به سرعت روند اداری کم و زیاد است زمانشی، اما کسای دیگه که از راه زمین میاین، قاچاق میاین، از کشور یونان مثلا خودم میرسانن به نویده اونجا، اونا در یک وضعیت دیگه قرار دارن دیگه، نه؟ آیا در این کتگوری هم کس هستن هزارهایی که پناهجو باشن؟ بله، خب این مسلمن که این روند هم همیشه ادامه داشته و میاین از کشورها. خب اونا شامل دو بخش افراد میشن، یا اونا اثر انگشت دارن، اگر اینا اثر انگشت در کشور دیگه دارن شامل چیز میشن، دوبلین میشن. خب اینا کیس دادن نمیتونن، یا بعضی هاشون کیس میتن چانسی قبول میشن، و یا اینکه همون روندی که من گفتم از طریق کار 3 سال اینجا خودشون باید امپادرون باشن یا به اصطلاح خودشون در شهردانی ثبت بکنن، بعد 3 سال اقامت میگیرن. کلن این روند هست و اونایی که اثر انگشت ندارن وقتی خودشان هم اینجا میرسانه زیاد تفاوت با او کسایی نیست که دولت اونا رو میاره. یعنی به محضی که ثابت شو از افغانستان هست، کیسش خوب هست، مسلمان شرایط افغانستان توضیح میده، به شکل در مدت 1 سال یا کمتر از 1 سال اقامت 5 سالی اسپانیا رو میگیرن. بسیار خوب. خب جالب است. آیا محدودیت های خاصی دارن پناهجویان هزاره و یا مثلا خطرات خاصی دارن که مثلا تهدید شوند یا مجبور شوند اسپانیا را ترک بکنن؟ نه خیر، اسپانیا از امزو زمانی که به اصطلاح پناهجویان افغانستان میپذیره هیچ دیپورتی نداشته و اصلا دیپورت هم نمیکنه به هیچ وجه. مگه خودی دیگه میخوای دیپورت کنی برو دیگه، خودی درای اونمو تو که اومدی اونمو رقم برگرد. و بعضیا مثلا میرن در فرانسه یا مثلا در یک کشورهای دیگه خودشان از دیگه کشور دیپورت میکنه، این کشور مسئولیت نمیپذیره برای دیپورتی و هیچ تهدیدی هم برای کسی وجود نداره. و مثلا چون حالا مثلا چی تهدیدی باشه، فعلا حکومت دست سوسیالیست ها هست که سوسیالیست ها در حقیقت طرفدار مهاجرین هستند، دمی دوره این همه افراد از افغانستان انتقال داده شد و در کل تمام مهاجرین اقامت گرفته، هیچ کسی نمانده و اون ایده اگه مانده کسایی از قدیم هست که اونام حتما میگیره، یعنی 100% اقامت همه میگیرن و تهدید که از لحاظ دیپورت باشه وجود نداره. او زمان همه تهدید یک تهدیدی که فعلا وجود داره و او تهدیدی هست که سفارت افغانستان چند وقت پیشی که ما هم به می مناسبت تظاهرات داشتیم اعلان کرد که یک تعامل داره با طالبان. طالبان را کشورهای اروپایی به رسمیت نمیشناسن. جوانای اینا در افغانستان کشته شده، اینا هزینه کردن و به اصطلاح یک گروه تروریستی را اینا به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسن. اینکه
افغانا مثلا طالبه چی فکر میکنن اون مسئله جداست، ولی جهان اونا رو به عنوان گروه تروریستی میشناسن که در تحت حاکمیت نامشروع اونا نه زن حق دارن نه اقوام افغانستان و هیچ. و اینجا بیشتر کابینه، نصف کابینه اسپانیا زن هست. وقتی که زن در یک کشوری تهدید شود، تحصیل نتانه، کار نتانه، اقوام افغانستان مثلا آزادی نداشته باشه یا مثلا حق و حقوق نداشته باشه، این کشورها اونا رو به رسمیت نمیشناسن. این که افغانا فکر بکنن که والا او فلان شد و چیکار شد، او تفکر قبایلی خود از اونا هست که به مون محدوده جهان میبینن. ولی خب سفارت اعلان کرده بود که ما تعامل داریم. خود تعامل شامل تنها مسئله بخش کنسولگری نیست که، اینا باید اطلاعات تر کنه برای طالبا، هر 15 روز باید اطلاعات بتن، باید تمام مثلا اطلاعات مهاجرین میره دادیست از اینا در سفارت، اینا مجبورن که مثلا تمام اطلاعات از اینا را بفرسته برای طالبا. خب این به ضرر مهاجرین هست، این به ضرر که 99% از مهاجرین افغانستان کلن پناهنده های سیاسی هستن، اطلاعات شخصی اینا نباید در دست گروه های تروریستی برسه. به می مناسبت هست که حساس شده فعلا هم احزاب اسپانیا حساس شده. خب بالاخص مثلا حزب باکس که حزب راست هست و مثلا حزب پارتیدو پاپیولر، اینا احزاب راست هستن، فعلا در حال درگیری هست با حزب سوسیالیست که قرار هست حزب سوسیال به اصطلاح حکومت اونا در دست خود بگیره. یعنی هر روز تظاهرات در مادرید. به این ترتیب اگر مثلا احزاب راست سر قدرت بیایه یا فیمینیستا خیلی حساس بودن راجع به می تعامل سفارت افغانستان با طالبا، یعنی آل حاضر سفارت افغانستان در مادرید زیر ضربین احزاب راست و فیمینیستا قرار داره. اینا تصمیم گرفتن که سفارت کلن از نو باید بشناسن چی افرادی به اینجا کار میکنه، چی کسایی هست، چون بابت هر مثلا تمدیدی هر چیز گواهی نامه اینا بالای 100 یورو پول میگیره. من بعضی خانواده رو میشناسم که به خاطر اطفالشان یک سری گواهی هایی که نیاز داشته در حد 800 یورو 700 یورو داده. تو فکرشو بکن با شرایط پناهجویی و شرایط بیکاری اسپانیا یک خانواده چطوری 700 800 یورو بر سفارت افغانستان برای گواهی بده که اورم اینا به صورت رسمی مثلا که بگوین در فلان حساب بانکی بریز، نه، میگه در موبایل پاکت بذار، کلن پول سیاه میگیرن. و همچنان یک نامه ای که ما دیدیم که طالبا برای همین مسئول به اصطلاح سفارت افغانستان در مادرید 35,000 یورو گفته به خاطر کرا و از این مسائل باید از سفارت افغانستان در تهران باید دریافت بکنه. اینا چیزایی هست که پشت پرده از زمانی که سفیر افغانستان که فعلا در مادرید ما سفیر نداریم، یعنی کسی به عنوان مسئول رسمی نیست، افرادی هستن که خودشان به اصطلاح آدم های مهم جلوه میتن ولی صلاحیت ندارن، چون نه از طرف مردم انتخاب شده نه از طرف دولتی وجود داره، نه دولت افغانستان کس به رسمیت میشناسن نه اینها را. اینا به شکلی مثلا از شرایط فعلی مهاجرین سوء استفاده میکنن، پول زیاد میگیرن، اینجا اطلاعات مردم رد و بدل میشه با طالبا. به این خاطر هست که تهدید از این جهت احتمال داره و این خیلی موضوع مهمی هست که ما بارها روی ازی تأکید کردیم که فردا اطلاعات بالاخص مردم هزاره، تاجیک ها و اصطلاح ازبک ها و سایر افراد آسیب پذیر، زنان فعال با طالبا و داعش در ارتباط گذاشته نشوه. به او خاطر ما گفتیم که تظاهرات کردیم و می بحث داریم که باید چیز سفارت باید پاسخگو باشه و به اندازه ظرفیت خود باید حرف بزنه و تصمیم بگیره. یک مسئله دیگه، خب شما خودتون عضو حزب سوسیالیست اونجا هستن و علی سوسیالیست ها البته شناخت من میگه که نفوذ خیلی خوبی دارن در بدنه جامعه
اسپانیا، یک سوسیالیست یا چپ بسیار معروف نوام چومسکی که زبانشناس هم هست، یک صحبتهایش را میشنیدم، میگفت که در این کشورها معمولا کسی حق داره که پول بیشتر داشته باشه و قدرت بیشتر داشته باشه. حالا پول و قدرت و حق یک ارتباط مستقیمی با یک دیگر دارن. و خب حالا مثلا در دنیای غرب همون رقمی که فعالان غیر افغان تلاش دارن برای مثلا شناساندن چهره واقعی او رژیم قرون وسطایی افغان، از طرف دیگه خب اونا هم پشتوانه دارن دیگه. ما میبینیم چپ راست سوسیالیستشان، راست افراطیشان، رادیکال مذهبیشان، هر رقم اینا با همدیگه همکاری میکنن و اینا سابقه بسیار طولانی دارن در دولت و سیاست و نفوذا و روابط خودشان را هم دارن که کار میکنن به نفع رژیم دست نشانده طالبان. و همه آدمای تحصیل، کسایی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های غربی دنیا آمدن درس خواندن، همینا دست به دست هم دادن، با همکاری همدیگه آمدن و از قرن 19 یک رژیم قرون وسطایی را حاکم کردن در اونجا. یعنی اون قسمت را هم باید در نظر داشت. حالا یک مسئله دیگه، کسای دیگه هم خب شما اشاره کردن که برخی دانشجویان و کسایی هم هستن که ممکن با ویزای تجاری در اونجا باشن. همچی کسایی هم میشه توضیحات بیشتر بدن؟ آیا کسایی هستن با ویزای ویزای کار؟ نه، چون به ویزای کار و بعد پروسه پناهندگی و پناهجویی هم اشاره شد، اما کسایی که اونجا با ویزای کار آمدن کار بکنن، یا کسایی که به عنوان دانشجو آمدن یا به شکلهای دیگه در اونجا در اسپانیا آمدن. بله بله، ببین کسایی که با ویزه، چی با ویزه کار چی با ویزه دانشجویی، چون اینا کلن موقت هستن. خب اینا آمدن، ما اول بعضی هاشون که با ما تماس گرفتن، ما گفتیم ویزه کار و دانشجویی را فراموش بکنید، شما باید برین تقاضای پناهندگی بکنین، اقامت دائمی بگیرین. ویزای دانشجویی چی به درد شما میخوره؟ یا مثلا تجاری چی به درد شما میخوره؟ خب مثلا این برای کسایی خوبه، مثلا مثل ایرانی ها که به توسط تمکن مالی میاین، اینا تمکن مالی باید حداقل 500 هزار یورو باید سرمایه گذاری کنن، یا خانه بخرن، یا یک کار و بزنس شروع بکنن، بعد از او تازه اینا رو به اقامت یک سال هم برش میتن. خب ای او بزنس دو که 5 لگ هم داشته باشی به درد اقامت نمیخوره. ای تو باید شرایط افغانستان توضیح بیتی، خودت توضیح بیتی که من این مشکل دارم، برای من اقامت بیتی. یک اقامت 5 ساله خیلی معتبره که پشت سرش نشنالتی هست و این بهترین راه هست که اونا از این طریق. ما هم او زمان هم گفتیم برای دوستا، امیال هم میگم کسایی که چی دانشجو هستن چی تجار هستن، او پاسپورت تجارتشان یک زمان محدودی داره و خلاص میشه. نه بنده خدا باید بره. خیلی ها ما توصیه کردیم که توسط دوستایی که اینجا آورده میشن یا توسط دعوتنامه هایی که میاین، او دیگه فراموش کنن دعوتنامه و فلان. ما قانون اسپانیا رو بشن میگم، وقتی که اومدن اینجا برن پیش پلیس پناهندگی بیتن، نمیسادگی که من برگشته نمیتونم افغانستان، حالا یا پولدار هستم یا دانشجو هستم یا هرچی هستم، خلاصه دکتر انجینیر هرچی هست، من برگشته نمیتونم. من میخوایم اقامت بگیرم، اقامت دائمی شکی گرفت، بعد از اون دیگه خودش و دلش هر جای رفت و نرفت، مهم نیست که چطوری اقامت دائمی اینجا رو بگیره و بعدش نشنالیتی اینجا رو بگیره دیگه، بعد خدا یارش، ماند نماند رفت هست، در کار میکنه. بسیار خوب، سپاسگزار. یک نکته ای را حالا با توجه به گپ هایی که زده شد به بینندگان عزیز و مردم محترم هزاره
ملت هزاره گفته شده، این بسیار مهم است. معلومات خودتان را در اختیار هر کسی قرار ندین. در حفاظت از معلومات شما، چه در بارها و بارها نشان داده شده که عدم توجه در قسمت معلومات شخصی باعث شده که حتی جان بسیاری به خطر بیفته، مخصوصا مردم هزاره. میبینیم معلومات را در فیسبوک یا شبکه‌های دیگه اجتماعی منتشر میکنن، من امروز از مثلا از کابل به فلان جا میرم، در این جا هستم، عکس منتشر میکنه و این جان افراد را به خطر میندازه. این را دقت داشته باشین، معلومات حریم شخصی خودتان را حفظ بکنین و معلومات خودتان را در اختیار هر کسی قرار ندین. با توجه به گپایی که اشاره شد که معلومات او سفارت اوغان در اختیار طالب و یه خیلی خطرناک هست برای، و در کنار مثلا قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم، قوانین مربوط به حریم شخصی هم هست در اروپا، GDPR، که شاید کمک بکنه فعالانی که در علیه این گروه عقب مانده و تروریستی اوغان تلاش دارن، از اونا هم استفاده بکنن برای بهتر مبارزه کردن. بخوان همین موضوع یادتان نروه، همین موضوع تهدید. شما در نظر بگیرین که تازه سفارت افغانستان اعلان کرده که بخش کنسولگری با طالبان در مثلا تعامل داره، یعنی پای طالبان در اسپانیا نرسیده که ما به محصه که تظاهرات به اصطلاح برنامه ریزی کردیم و فعالینی که در بارسلونا و مادرید و بلباو و خیخون بودن، از طرف افرادای مشخص و نامشخص تهدید شدن، یعنی که ما اتو کار میکنیم که فلان میکنیم، یعنی به صورت مستقیم زنگ زده شده، تهدید به کشتن و مرگ و فحاشی اینا صورت گرفته. شما فکرش بکنین که این مردم چقدر عقب مانده هست، به مو خاطر که به اصطلاح وقتی که مردم یک دادخواهی میکنه، اینا تهدید میکنن اونا را به مرگ و فحاشی و امثال اینا. تو فکرش بکن آیا دولت به دست همچون افرادی درست هست که باید بیفته یا نه؟ و کسایی که امروز ادعای به اصطلاح دیپلمات میکنن، آیا با اصول دیپلماسی، قانون کشوری که زندگی میکنن و اتحادیه اروپا آیا آشنایی دارن؟ یعنی حرف به قول ایرانی ها گنده تر از دهن خود میزنن که فردا خود از اینا که رفتنی هست. ببین ما سال 2010 تا حالا مثلا چند تا سفیر و آبدارچی و به اصطلاح دیپلمات حق و ناق اینجا آمد رفت، اینا هم که رفتنی هستن. چرا مردم مهاجری که در اسپانیا زندگی میکنن و همینجا میخواین نشنالیتی بگیرن، کار کنن، دارای زندگی و همه چیز شون، خب چرا برای زنا یک سر تصمیمات اشتباه میگیرن به خاطر یک مقدار پول و یا به اصطلاح شهرت کاذب؟ بعد مردم با یک مشکل کلان مواجه میکنن. بعد اگر شما در نظر بگیرین حزب باکس که زید مسلمان و مهاجرین هست و پی پی سر قدرت بیایه، بازو رحم میکنه؟ اصلا رحم نمیکنه که تو به محض اینقدر بفهمه که سفارت افغانستان با طالب در ارتباطه و تمام مردم هم که مجبور میشه بره سفارت و مهاجرین هم که همگی ارتباط داره با سفارت و تمام احزاب اسپانیا فهمیده که چقدر طالبا در مثلا بارسلونا و مادرید و شهرهای دیگه نفوذ کرده که مردم تهدید میکنه، شما فکر میکنین عاقبت چی میشه؟ اینقدر حماقت، کوته نگری در حد یک سفارت یا مثلا افراد خیلی جای تاسف هست. بابا ما زحمت میکشیم برای مهاجرینی که اینجا بیچاره بیان تحصیل بکنن، اقامت بگیرن، زندگی بکنن، از او افغانستان نجات پیدا بکنن، اینجا یک راه های عجیب و غریب به خاطر یک مقدار پول یا سیاست اشتباهی که دارن مردم به مشکل میکشن. ما امو زمانم که سفیر افغانستان قبلا که سفیر واقعی بود اینجا آمد، ما دعوت کرده بودیم میشه در روز به اصطلاح استقلال افغانستان، ما میگه به گفتیم که دولت شما یا اشرف غنی چی ادعای کاذبی میکنه، مثلا
تو فکر کن که حتی کابل امنیت نیست، مثلا مزار شریف خودش امنیت نبود، هرات امنیت نداشت. تو چی ادعای کاذبی میکنی که افغانستان امن، مهاجرین میتونه برگردن؟ آله هم که طالبا اعلان میکنه که افغانستان امنه. خب اینا هم احزاب هم دنبال بهانه است. ببین اینا مهاجرین قبول نداره. مهاجرین یک پینه سر زانو هست که باید خودت تحمیل بکنه به این مردم. مهاجر یا به اسلام پناهنده باید خودت تحمیل بکنه به زور که مرا بگیر، من میمیرم، من مشکل دارم. به او خاطره که اینا باید بفهمن که اینایی که آمدن اینجا با مشکل پناه آوردن، شما شرایط دیپورتی، حساسیت احزاب ضد مهاجر و مسلمان ها را بر ننگیزین. شما چی بخواین چی نخواین. شما اگر اینجا مثلا مردم افغانستان و سوریه و نمیدانم لبنان و عراق اگر بیایه صد دفعه که بگه من مسلمان نیستم، اونو قبول نداره. میگه تو نماز کشور هستی، دینی دو نماز دو نمو هستی، فهمیدی؟ خواسته او دنبال بهانه میگرده. به او خاطر اینا باید اما اصول رفتار و گفتار و نوشتار و دیپلماسی را باید یاد بگیرن، تحصیل کنن. ببین این همه وقت اضافی دارن، باید برن درس بخوانن. فاکولته های اسپانیا، فاکولته های مادرید، بارسلونا در خدمت هست. اینا باید تحصیل بکنن، سطح اطلاعات خود بالا ببرن، بعد به اندازه امو توان و ظرفیت و شرایط فعلی افغانستان و مهاجرین و دولتی روی هوا، مثلا باید او زمان یک کلمه بنویسن، یک گپ بزنن. سخب سپاسگزار. علی اینجا به اجازه بدین، بیش از یک ساعت است که ما نزدیک یک و نیم ساعت است که در استودیوی آنلاین خودمان هستم. از بینندگان عزیز که در حال دیدن برنامه هستند سپاسگزار، از بینندگانی که در آینده برنامه را هم میبینند سپاسگزار. ما در یک گپ و گفت بین رشته‌ای در امو سری برنامه های روزگار هزارها در نقاط مختلف دنیا هستم و در این بخش همراه با آقای بشیر اسکندری عزیز در حال بحث و گفتگو در مورد روزگار هزاره های اسپانیا هستیم، به شمول کاتالونیا. دوستای عزیز، بینندگان عزیز، اگر همچین برنامه هایی رو دوست دارن میتونن برن روی یوتیوب به کانال را سابسکرایب بکنن، با دوستان و اعضای فامیل خودتان هم شریک بکنین تا این کانال بیشتر زودتر رشد بکنه. اگر علاقمند هستن که حمایت بیشتری انجام بدین، در او پایین ویدیو یک چیزایی هست جوین که میتونین عضو شوین. البته خب تمایل خودتان اگه علاقه داشتین این کار را انجام بدین، ولی کمک میکنه که این برنامه ها به اصطلاح ما همچنان ادامه بدیم، کیفیت برنامه ها را تا جای ممکن بهتر بکنیم. آقای اسکندری عزیز، بریم در بخش بعدی گپ و گفت خودمان در مورد کاروبار هزاره ها در اسپانیا به شمول کاتالونیا. هزاره ها در اونجا بیشتر به چه کارهایی مشغول هستند؟ کاروبارشان چیست؟ کاروبار مردم هزاره بیشتر خوب نظر به شرایط اسپانیا که اونا خودشان وقف دادن، اگرچه خیلی هایشان با بار تحصیلات بالایی آمدن مثلا، و بالاخص مثلا بعضی هایشان استادای دانشگاه بودن، معلم بودن، یا مثلا قاضی بودن، شما در نظر بگیرین، یا مثلا علوم سیاسی درس خواندن یا جورنالیست بودن، این دست افراد متاسفانه خودت میدانی که نه تنها در اسپانیا، در کشور اروپایی نمیتونن علوم انسانی، از طریق علوم انسانی نمیتونن کار پیدا بکنن، به خاطر که اینجا زبان مهمه، تکنیک باید یاد داشته باشی، تا اینکه علوم سیاسی او به درد همو کشورها میخوره، خاصه تحصیلاتش که در او کشورها شده باشه، چون جامعه اسپانیا را شناختش خیلی زمان میبره که تو اینجا یاد بگیری. حتی روانشناسی که مثلا روانشناسی که در افغانستان ایران تحصیل کرده،
او روح و روان مردم اسپانیا رو نمیفهمه، او نمیفهمه این مردم چی فکر میکنه، چی دیدگاه جهان، چی جهان بینی داره. با او خاطر در نظر بگیر که خیلی فاصله هست. با مو خاطر هست که مردم ما هم بیشتر در کارهای رستوران رو آوردن، مثلا کارهای الکترونیکی، خرید و فروش وسایل الکترونیکی، رستوران و در این بخش مثلا بیشتر فعال هستن، به خاطر از اینکه زمان میبره. فعلا اینای نسل اول باید این کارا رو شروع بکنن. نسل بعدی که اینجا تربیه میشن، زبان و اصول یاد میگیره، تکنیک یاد میگیره، اونا میتونن وارد مثلا کارهای کلانتر یا مثلا در شرکت های مهم وارد کار شود. اگرچه میشناسم خیلی از بعضی از دانشجویانی که اینجا داره تحصیلات خودشان تمام کردن در شرکت های مهم تکنولوژی و مثلا شرکت های مهم اساسی کار میکنن. خب من همین حرف بر شما بگم که یعنی بالاخص کسایی که رشتهش مثلا کامپیوتر هست، برق یا مواردی از این قبیل، مثلا مارکتینگ هستن، اینا خیلی راحت بعد از تحصیلاتشان وارد کار میشن، که چند تاشون هم میشناسم در قسمت مارکتینگ کار میکنن، در قسمت تکنولوژی و آیتی کار میکنن، در این بخش رفتن وارد کار شدن و تعدادشان خیلی کم هست. ایده دیگه ای که هستن، خودشان هم فعلا هم در خیلی خبرهای خوبی هست در بارسلونا، تعدادی از قوما خودشان برای خودشان حداقل چیز دارن، رستوران دارن، فعالیت دارن، یعنی محتاج کسی نیستن و دستشان در دهنشان میرسه، میتونن خانواده و قوم و اقاربشان کمک بکنن و از این جهت خیلی خوب هست که خب شرایط داشتنی همچون کارا و بزنس ها هم این هست که باید اگر خودشان پول داشته باشد چه خوب، اگر نداشته باشه باید دو نفر سه نفر شریک شوند و یک کار را شروع بکنن. و این اصول کار هم در اسپانیا به دو شکل هست، یکی اوتونوما هست که خودشان باید مستقل شوند، چی رستوران، چی مارکت، چی به اصطلاح سوپرمارکت هم دارن بعضی از قوم ها دیگه، در این قسمت یا هر کاری که اینا بخواین بکنن، از قصابی گرفته تا مثلا کارهای دیگه، میوه فروشی و مثال اونا، یا کارهای مهمی دیگه، مثلا در نظر بگیرین که فروشگاه های مثل دیه که فروشگاه سوپرمارکت های بزرگ هست، کریفور امثال اینا، اینا اجاره داده میشه. یعنی اگر چند نفر یا یک نفر پولدار باشه، با مثلا 150,000 با 200,000 یورو میتونه یک بخش شعبه را واز بکنه و تمام اون شرکت بزرگ تمام اختیارات و متریال و به اصطلاح موادی که نیاز داره را برشان میفرسته، اینا میتونن بفروشن. و جالبیشی هست که اگر موادی که برای اینا میرسه منقضی شوه، اونا دوباره پس میگیره، اینا ضرر نمیکنن. به او خاطر هست او در صورت میشه که وارد فروشگاه های زنجیره‌ای شوند که حداقل 200,000 پول داشته باشن. در غیر از او صورت کارهای کوچیکی مثل رستوران و سوپرمارکت و امثال اینا در با 30,000 شروع میشه به بالا، با 40, 50, 60 نظر به موقعیت رستورانی که بخواین بزنن میتونن فعالیت های خود شروع بکنن، که همه کار کردن و میکار میکنن، تا اینکه نسل بعدی که بخیر اینجا تحصیل میکنه که اینا برن وارد کادر دولت شوند، سیاست شوند، کارهای بزرگ شرکت و امثال اینا شوند. خب اسپانیا تقریبا یک کشور صنعتی هست و کشور خیلی مهمی هست در اتحادیه اروپا و اینا میتونن از فرصت ها استفاده بکنن. یک چند نکته، یکی خب با توجه به او در مورد فروشگاه های زنجیره ای که شما گفتن و شکل کارش که اونا چی رقم یک شعبه جدید را اونجا میشه باز کرد،
البته ما بین پرانتز بگویم یک گپایی که در اینجا زده میشه برای کسی توصیه اقتصادی سرمایه گذاری و اینطور چیزا نیست. بینندگان عزیز توجه داشته باشن، هر کسی هر کاری میخوای انجام بده خودش بره و تحقیقات خودش در امو زمینه انجام بده. اینجا فقط ما فقط معلومات را ارائه میکنیم، نظر میتونیم. بله بله، بسیار مهم است که خودشان تصمیم خودشان را بگیرن، تحقیق بکنن، با دقت کامل کاری را انجام بدن. حالا در بسیاری خوب، حالا ممکن است با توجه به سطح درآمد و درآمدی که در اسپانیا وجود داره، شاید تعداد هزارهایی که این کار انجام بدن بتانن انجام بدن کم است. البته توصیه شما بسیار خوب است که چند نفر یک جای این کار را انجام بدن تا بتانن او سرمایه اولیه را پیدا بکنن، ولی خب هزارهایی که در کشورهای دیگه اروپایی هستن یا در حتی امریکا، کانادا، استرالیا هستن، ممکن است علاقمند باشه که همچی کارهایی را انجام بدن. در با توجه به این که خب اسپانیا جزء حوزه وسیع منطقه آزاد و تجاری اروپایی هست، بازار یک پارچه اروپا هست، بسیاری از شهروندان از آرهایی که در کشورهای دیگه اروپایی تابعیت دارن یا اقامت دائم دارن میتونن با آزادانه رفت آمد داشته باشن در اسپانیا و کار و بار خودشان به اونجا در اونجا شروع بکنن و شاید اونا امکانات بهتری را داشته باشن، شاید، و شاید علاقمند باشن که این کار را انجام بدن. یک نکته دیگه را که آقای اسکندری عزیز میخواستم بگویم، خب کسایی که در درس خواندن در خارج از اسپانیا آمدن در اونجا و او درسی که خواندن امور روانشناسی خواندن، علوم سیاست خواندن یا هر چیز دیگه که خواندن، چندان اونجا کاربرد نداره و مجبور هستن اونا کار بکنن. کار کردن در دنیای غرب همون رقمی که شما میدانین در جریان درس و کارهای دیگه خب چیز است، یک امر کاملا معمول است. مثلا یکی دانشجو هست، حتی در مقطع مثلا ماستری یا حتی با بعضی کشورها در مقطع دکترا مثلا درس داره میخونه، ولی همزمان در کنارش کار هم میکنه، در رستوران هم مثلا کار میکنه، در جای مختلف، کافی شاپ یا هر جای. به هر حال کار کردن در کنار درس یک امر کاملا پذیرفته و معمولی هست. حالا و شاید مثلا او کسایی که هزارهایی که درس خواندن و او مدارک تحصیلیشان دیگه کاربرد چندانی ندارن، فکر بکنن مورد مناسبی باشه که خود زبان بسیار مهم است، زبان تسلط داشته باشن همون طوری که شما اشاره کردن، اما میتونن درس و کار را با هم دیگه یک جای بکنن و که بتونن پسانتر باز در امور رشته‌ای که درس خوندن بتونن کار مربوطه پیدا بکنن و زندگی خودشان ادامه بدن. البته اینا چیزایی که در اینجا گفته میشه اصلا او چیزی نیست، این رقم این راه هست نیست، چون همون رقمی که اشاره شد خود افراد باید خودشان تصمیم خودشان رو بگیرن. آقای اسکندری عزیز در این موارد دیگه کدام گپی ندارن؟ چرا در بخش تحصیلات خیلی مهمه که اسپانیا یک کشوری هست که جالبیشی هست که دانشگاه های دو نمونه، پریوادو و پابلیکو داره، خصوصی و دانشگاه های عمومی دارن. به این خاطر هست که دوستان میتونن، هموطنان میتونن، قوما میتونن از دانشگاه های پابلیک که هم سطحش خیلی بالا هست، یعنی سطح دانشگاه هایشان سطح پایین نیست، استفاده بکنن. ما به مو خاطر از پارسال پرسالی که دعوا داشتیم، یعنی ما خودم در کنفرانس مهمی که در بروکسل برگزار شد، بعدش چندین باری که ما با دانشگاه اوتونوم بارسلونا صحبت کردیم، این بود که همین سال دستاورد ما این بود که حداقل 8 نفر ما وارد دانشگاه بکنیم. یکی از افتخارات ما هست که 8 نفر ما وارد دانشگاه کردیم که به صورت رایگان و کاملا رایگان اینجا تحصیل میکنن و درس میخونن. و فعلا که در اروپا آمدن، من یک شعر هزارگی دارم، چانس
پیشرفت سر لنگر توششته. چوغی تکنولوژی را بخت تورشته. گندم بریوی جهت کپه میکن، دوای تنبلی را چپه میکن. که امروزا نباید لرت شنی تو، نباید دکش و گیر پرد شنی. چه روزای سیاه را تر کده تو، چابک شو که هنوزم در کده تو. به سقف ظلم منه قفص قومین، زبون انتقاد باز بلونین. کندون کشورشون پور از اناده، کشتی خوبی که خرمون مفاده. دهقان پیشرفت میهن شنی تو، دنان خشکیم و روغن شنی تو. کندون صلح پور ارزن کنانگه، زی امنیت و دوستی زن کنانگه. تا استقرار بیابد عشق پاکت، توازن گرددان شاهین خاکت. در فضای کائنات سیاره گردد، زمین سختی هایت چاره گردد. بنابراین باید سعی بکنن، تلاش بکنن. هزاره همیشه در افغانستان یک الگو بوده، الگوی پیشرفت، الگوی شعر و ادبیات و دستاوردهای بزرگ بوده. و همین که در اروپا رسیدن دیگه درست یاد بگیرن که جوانای اروپایی همیشه غرق خوشگذرانی نیستن. اینا فقط جوانا و دخترهای را میبینن که آخر هفته، اینا آخرهای هفته جوانی خود میکنن، خوشگذرانی خود میکنن. و در طول هفته ببینی اینا در خیابانا نیستن، اینا هم مگیشان در دانشگاه ها هستن. اونطوری فکر نکنن. جامعه اسپانیا جالبی چی هست که تو اصلا شاه و غریب نمیشناسی. یک رقم لباس میپوشن، یک رقم بیرون میاین، خیلی تواضع دارن. حتی مثلا رئیس دولت اینا را مثلا چیز که به اصطلاح شاغلهی که صدا نمیکنن، یا الله حضرت یا فلانی صاحب، نه، پدرو. نامش مثلا پدرو سانچز هست، میگه پدرو پدرو مثلا کدش صحبت میکنه. استادای دانشگاه اینجا که هست هم دوست نداره که برش آقای فلانی یا سینیور فلانی باید بگی، نه، میگه نام کوچیک مرا بگیر، چی ایمیل میزنی، چی گپ میزنی، به خاطر که چیزی تفاوتی نیست بین ما. به او خاطر از فرصت ها چی در اسپانیا چی سایر کشورها هست استفاده بکنن. اینجا کسی شما را به نام دین، مذهب، قیافه، لهجه، زبان تهدید نمیکنه. شما باید پیشرفت بکنین، فردای کشور خود بسازین، مردم خود بسازین و الگو شوین بین مردم افغانستان تا دیگرها شما یاد بگیرن مثل شما باید رفتار بکنن، اخلاق داشته باشن، فرهنگ داشته باشن و تعصب نکنن، آدم نکشن، انتحار نکنن، تحقیر نکنن، جاسوسی نکنن و کشور به باد فنا نتن. ما چیزی که می دانم حقیقتش مردم افغانستان همیشه دوستدار مردم هزاره بوده و هست و امیدوارم هستن اتفاقا به مردم هزاره. با مو خاطر است من میگم که اینجا باید پیشرفت کنین، دیپلماسی یاد بگیرین، سیاست یاد بگیرین که هم به درد مردمتان بخورین، هم به درد مردم افغانستان بخورین. چون مردم افغانستان از تحمل تحقیر و توهین و خودنمایی و نسل جوان افغانستان از گل زدن و سیاست های اشتباه و به اصطلاح نسل کشی خسته شده. اینا میخواین که آدمای درستکار، آدمای پاکدیل، آدمای حرفه‌ای، آدمای در حد توان بین المللی و دارای تحصیلات عالی وارد جامعه افغانستان شوند. سپاسگزار بشیر جان. بحث گاهی وقتا ایسوسو میره. شما تاکید میکنین مردم دیگه هم، مثلا بسیاری از مردم دیگه به شمول مردم هزاره، امی از نام افغانستان خوش ندارن، امی نام تحمیلی است و بسیارشون معتقد هستند که پیوند داره حاکمیت قبیله‌ای بدوی این نام، هویتی که توهین‌آمیز و جعلی هست و بسیارشون برای تغییرات بنیادی
و اساسی معتقدند که می باید از اساس تغییر پیدا بکنه و خب ما با اقوام دیگه شاید سر کار نداریم، بلکه با ملیت های دیگه مختلفی سر کار داریم که همه ایشان به نوع ملیت های بدون دولت می باشند، به شمول ملت هزاره هزارستان. حالا این بحث اینجا جای شاید نیست، ولی ما بین گریز ناپذیر است و ما مجبور هستیم اشاره‌هایی را داشته باشیم. در اسپانیا برگردیم به موضوع بحث خودمان، برنامه خودمان. در اسپانیا آیا هزارها بزنس های متوسط یا بزرگی هم دارن در سطح مثلا یک شهر مثلا معروف و معتبر باشن، در شهر در سطح مثلا کاتالونیا اسپانیا در سطح ملی مطرح باشن یا دارم یا خیر؟ متاسفانه نه، همونطور که من قبلا گفتم این که مردم ما تازه هست تا هنوز جا نیفتاده در جامعه اسپانیا و این زمان میبره و میتونن ببین سرمایه دارای هزاره میتونن بیاین از شرایط فعلی اسپانیا استفاده بکنن و نظر به شرایط اینجا میتونن بزنس های کلان خود شروع بکنن و همیشه استقبال میکنه اسپانیا. اتفاقا خیلی ایرانی های کارا رو میکنن، مثلا همون که از طریق تمکن مالی میاین هم اقامت اینجا رو میگیرن و هم شامل بزنس میشن. به خاطر هست که زمینه مساعد هست برای سرمایه‌دارها، ولی فعلا من کسی را نمیشناسم که مثلا همچون یک بزنسی کلان را راه انداخته باشه، فعلا یا نیست یا من نمیشناسم. در به نظر شما که برای هزارهایی که بخواهند در اسپانیا فعالیت تجاری داشته باشند، اقتصادی داشته باشند، چه نوع بزنس ها و تجارت های مناسب می باشه؟ خب یکی از بزنس هایی که به اصطلاح نظر به شرایط افغانستان در نظر باید بگیریم این هست که میتونن از میوه خشک افغانستان استفاده بکنن بیارن اینجا، به خاطر از این موضوع مثلا شما در نظر بگیرید که بادام شارستان و خیلی از امثال اینا و پسته افغانستان، اما موضوع زیتون زعفران خیلی رونق داره، با آنکه خود اسپانیا هم زعفران تولید میکنه ولی او کیفیت زعفران افغانستان نداره. با او خاطر در این بخش میتونن، در بخش زعفران که کارش هم سبوکه هم خوبه هم یک چیز هست و هم خراب شدنی نیست، در این قسمت میتونن بزنس بکنن. در قسمت همونطور که ما گفتم میوه خشک میتونن بزنس بکنن، اما رونق مثلا بعضی چیزهای مثل قالین و امثالنا کمه. باید بعضی جاهایی هست که قالینای دست باف خوب میخرن، میتونن قالینای دست باف از افغانستان بیارن و امثال خویی. این بزنسی هست که گفتم از افغانستان به این طرف هست. آنچه که خودشان اینجا میتونن انجام بدن اینه که باید یک نیاز به یک تحقیق خیلی گسترده در زمینه مهارت خود شخص داره که او شخص در چی زمینه مهارت داره و چقدر پول داره که وارد جامعه اسپانیا شد. اسپانیا بزرگترین صادر کننده مثلا روغن زیتون هست. قطعات مثلا این کشور بیشترین تولیدات مثلا هلیکوپتر داره، مثلا در قسمت ترین یعنی بیشترین خط ترین در اتحادیه اروپا داره اسپانیا از لحاظ حمل و نقل و سریع‌ترین متروهای ترینای مثلا اروپایی در اسپانیا هست. مثلا در بارسلونا هر 3 دقیقه یک بار مترو میایه که ما ایره مثلا نه در آلمان دیدم نه در یک شهر دیگه در یک جایی ندیدم. خاصه ترینایشان خیلی دیر میکردن. در بارسلونا اسپانیا هم چیزی نیست، از اینجا تا مادرید که 8 ساعت راسته تو میتونی در 2.5 ساعت خود برسانی و خیلی از
جاهایی که ما دیدیم همین شرکت های ترن، شرکت های مترو خیلی تبلیغات میکنن و خودشان مثلا دانش آموز میپذیرن که در این بخش کار بکنن. با مخاطره که اسپانیا با بعضی کشورهای عربی هم قرار دادی مثلا ترین و مترو را داده. اینا رو باید در نظر بگیرن که در کدام زمینه میتونن فعالیت بکنن، که اگر در حق در حد بزنس های کلان باشه. در حد من بعضی پاکستانی ها را میشناسم که تانستن مثلا در نظر بگیر در بارسلونا تاکسی بخرن، چون تاکسی هم رونق داره. یعنی اگر مثلا تاکسی داشته باشن در حد هر چقدر تعداد تاکسی رو بتونن بگیرن، هم در قسمت میتونن یک بیزنس خوبی برشان داخل اسپانیا باشه. خب فرصت ها زمینه ها خیلی زیاد هست که چی زمینه ای میتونن فعال باشن و چی محصولی. خب اسپانیا یک کشور هست که بیشترین سبزیجات و میوه‌جات اروپا را تولید میکنه. مثلا ما بعضی ها دیدیم که مثلا از اسپانیا مثلا سبزیجات میبرن مثلا در دیگر کشورها صادر میکنن، از اینجا مثلا هم کار بزنس انجام میدن. یعنی کارا هم خیلی خوب هست، چون مثلا در نظر بگیرم اینجا بهترین سیبه که ما امروز خریدیم 1 یورو بود، در حالی که همین سیبه که ما مثلا در سوئیس رفتیم بالای 6 یورو بابا 6 یورو بیشتر بود 1 کیلو سیبش. یعنی امثال اینا مثلا از تمام مواد محصولات کشاورزی اینجا خیلی ارزانه که اگر کس بتونه این کار بکنه، در این بخش خود شامل بکنه در بخش بزنس از این کشور به کشورهای اروپایی خیلی خوبه برشت. و احتمال ماست که با توجه به او نفوذ سنتی و روابطی که اسپانیا داره با امریکای لاتین، بسیاری از میوه ها و محصولات کشاورزی زراعتی امریکای لاتین هم از مسیر اسپانیا به سایر کشورهای اروپایی بره. و البته امریکای لاتین هم که در بعضی از چیزهای محصولات زراعتی خاص خودش داره که در هیچ جای دنیا هم پیدا نمیشه. میوه های عجیب و غریب لاتینی هست اصلا در دیگه جای دنیا پیدا نمیشه. اصلا عجیب و غریب میوه هایی داره که از امریکای لاتین پوره اینا میاله. بیشترین مثلا بعضی میوه فروشی ها دست اونا هست، امریکای لاتینی ها هست. یک سری میوه ها رو میبینی تعجب میکنی، مثل میوه های وحشی ماننده، یا مثلا شکل دایناسور رقم، یک رقم عجیب و غریب میوه های عجیب دارن، ولی خیلی جالب هست که خیلی هم مفیده مثلا از لحاظ پروتئین و همسال اینا خیلی مفیده بر انسان. خب دقیقا یعنی اسپانیا یک دروازه هست که به اصطلاح هم برای اروپا هم برای مثلا امریکای لاتین، و از همینجا خیلی کشورهای اروپایی اونای بلخص کشورهایی که سرده، ولو سردم اگر نباشه چون اینجا ارزانه، میوه‌جات خیلی ارزانه. مثلا 5 کیلو کچالو اینجا 1 یورو است. در بعضی جایش که بری اگر جایش اولد باشی، یعنی کسایی که اینجا زندگی میکنن میفهمن که از کجا باید میوه بخرن. این که تو از مثلا از بعضی شرکت بری مثلا از بعضی مغازا بگیری که شاید گران باشه، ولی جایش که بلد باشی با 1 گرم 5 کیلو کچالو میخری. شاید در هیچ کشورهای اروپایی همچون قیمتی نباشه. حالا مثلا انار، از انارش گرفته، یا مثلا نمی بنانا یا که به اصطلاح ما و شما کیله میگیم، این مثلا کیله کناری، جزیره کناری بهترین کیله هست. یعنی متفاوته کلن، مثلا میوه کناری متفاوته بلخص کیلهش. دمی خود بارسلونا مثلا یک کیله معمولی 1 یورو است کیلوی، یا 80 سنت کیله مثلا قناری 2 یورو است، و این کیله قناری مثلا در دیگه کشورها شاید بالای 5-6 یورو باشه، به خاطری که
هم طعمش متفاوت اصلا، چون آب و هوای قناری یک طوری هست که زمستان تابستانش یک مدل آب و هوا داره. به خاطر جالبه که خیلی ها میرن در جزیره قناری برای تفریح. در همو حالا نه در او سطح، شاید همو نقشی که مثلا اسپانیا در امریکای لاتین داره یک نقش خاصی هم داره با در ارتباط با کشورهای آفریقایی. خوی یک مدیترانه است در مابین، که مابین اسپانیا و آفریقا یک ارتباطی هم احتمالاً خوبی باید باشه بین اسپانیا و برخی از کشورهای آفریقایی. البته خب آفریقا هر کشور اروپایی به نوع نفوذ خودش در یک بخش داره، ولی موقعیت جغرافیایی که اسپانیا داره خب این تسهیل بهتری میکنه رابطهش را با کشورهای آفریقایی. شما در نظر بگیرید مثلا مراکش و صحرا، اینا جزء مستعمره اسپانیا بوده که در زمان فرانکو، یعنی فرانکو که یکی از دیکتاتورهای اسپانیا بود، او مریض میشه، در اون زمان تصمیم میگیره که عسکرای به اصطلاح اسپانیایی از صحرا و مثلا مراکش خارج شه و بیاین. اینا استقلال خود از اسپانیا گرفته صحرا. اینا همیشه بحث صحرا را تانوز داره که میگه جزء خاک اسپانیا هست. و درسته که عرب، خب عرب به اصطلاح مسلمان هستن، ولی خود جزء کشورهای آفریقا است در نظر میگیرید. البته اونجا پیچیدگی‌های سیاسی و دیپلماتیک فرانسه اونجا هست، بعد اونجا مسئله عرب بودن آماسی. مسئله دیگه کشورها رو من نمیگم، مثلا الجزایر رو من نمیگم، که الجزایر مثلا نفوذ تا هنوزم که هست، درسته که به یک نحوی اساکیر فرانسه را کشیده. الجزایر کشورها خود جزء مستعمره فرانسه بوده، اسپانیا رو من میگم. صحرا و مراکش اینا فرق میکنن. حتی مثلا کاسابلانکا یک منطقه که خانه سفید یا کاسابلانکا میگه، تا هنوز اینا اسپانیایی گپ میزنن در مراکش. حالا من تاریخ نمیگم، همین زمانی قرن، همین قرن برات میگم، اما قرنهای قبلی که مثلا مسلمان ها در اسپانیا بودن و حکومت کردن، اون مسئله جدا هست. با مو خاطره که خیلی کلمات اسپانیایی عربی هست، نامهای دختران و پسرانشان عربی هست، یه چیزی اینجا ناآشنا نیست برای ما، همه چیز نرماله. مثلا نام تو راحت میتونی اسپانیایی، خیلی اسپانیایی نام دخترشان فاطمه هست، بدونی که فکر کنم اسماعیل، فاطمه، مثلا این نامهای کاملا مسلمانی دارن، بدونی که الان دنبال ریشش میگردن. یکی از شاعران معروف اسپانیایی یک شعر به اسپانیایی برای هزاران نوشته بود. الان من اسپانیایی شعر نمیدارم، ولی انگلیسی My name is Fatima from هزارستان، نام من فاطمه از هزارستان هست. و این کاملا معمول، اینا معمول طوری که شما گفتن. اما خب موضوع امریکای لاتین، آفریقا و بعد همونطوری که شما گفتن کشورهای عربی، با توجه به اون سابقه حملاتی که اعراب داشتن به اون منطقه، و اینا همه به خاطری است که خب یک به اصطلاح، چون سوال پرسیده شد که چه بزنس ها و چه تجارت های مناسب هست، این معلومات هم خوب است. یعنی ما در وقتی کار معمولا وقتی که میخوایم مارکت ریسرچ انجام بدن، تحقیق بکنن که آیا چه بازاری وجود داره، این مسائل فرهنگی سیاسی، چون با ریسک و خطر و این طور چیزا همه سرکار داره، این مسائل فرهنگی سیاسی رو هم نگاه میکنن، آیا ثبات به چه شکلی هست در مسئله قسمت فرهنگ، مثلا این فرهنگ جامعه چه چیزهایی رو میپذیره نمیپذیره، مقاومتهایش تدافعش کجا هست، کجا قبول میکنه چیزها را، کجا رد میکنه. خب این به خاطر از این ما یک کمی به این قسمت هم رفتم. البته باز هم میگم کسایی که میخوان کار بکنن، مارکت ریسرچ های خودشان را انجام بدن، ولی خب اینجا فقط ما همو چیزهایی که لازم است برنامه خود دنبال میکنیم جهت معلومات دهی به در مورد وضعیت هزاره ها. وضعیت صنایع دستی هزاره چطور هست؟ به نظر شما اونجا
بازار میتونه داشته باشه؟ خب ببین بازارش چند مدل هست که مثلا امی سازمان یا انجمن هایی که ما داریم در کل میتونن، ما مثلا میتونیم یک گالری یا مثلا یک نمایشگاه برگزار بکنیم از صنعت دستی، لباس مثلا مثل عرقشین، چپن یا مثلا هر چیز از پیجمه گیوی گرفته تا همه یه چیزا باید بگویم. در این قسمت اینا طرفدارای خاص خودشان دارن ببین، و خیلی هم مردم علاقه مندن مثل کلا امثال اینا. ولی این که در بعضی نمایشگاه ها نمایش داده میشه و این لباس ها معمولا خیلی گران هست، از کلا گرفته تا لباس امثال اینا، چون روش کار میشه یا خامک دوزی میشه یا مثلا کار دستی هست. خب میتونه شخص یک مغازه لباس داشته باشه، یک بخشش مثلا لباس های هزارگی مثلا داشته باشه، اما نه این که تمام لباس ها کلا هزارگی باشه، چون جامعه و فرهنگ های مختلف اینجا هست. مثلا در بارسلونا اگر تو هر چیز بیاری فروش میره، بالاخره هر مدل آدم اینجا هست. به او خاطر است که تقاضا میتونه باشه ولی نمایشگاه هم باید باشه که معرفی بکنه. مثلا ما با کاسا آسیا که یک نهاد خیلی مهم اسپانیایی هست با او در ارتباط هستیم و خود ما هم مثلا در جشنهای مثلا نوروز و یلدا و امثال اینا جشنهایی که داریم معمولا کسایی که هنرمند باشن میتونن مثلا دنبوره هزارگی بنوازن یا مثلا رقص باشه یا لباس، معمولا امثال اینا خودش تبلیغ هست و علاقمندای خاص خودشان داره و مردم میخرن. در این قسمت هم ولی خب باید جمعیت آدم در نظر گرفت. ما نمیشه که جمعیت هزاره های بارسلونا را با مثلا هامبورگ یا مثلا فرانکفورت یا شاید روم مقایسه بکنیم، ولی به هر حال خوبه. حالا در چیز البته همین نکته که شما گفتین بسیار مهم هست، یعنی وقتی که میخواین کاری رو انجام بدین بعد مثلا در بزنس مدل های مختلفی وجود دارد. مثلا یکی اکشن که من دقت میکردم مدل کانواس یکی از مدل های معروف هست، یک بخشی از این کانواس ایست که شما بدانید کاستومر سگمنتیشن هست، که شما بدانید مشتری شما کی هست و بعد حالا و بعد مسائل دیگه اجزای مختلف دیگه این مدل به اصطلاح هست. ولی مشتری بسیار مهم هست، حالا اون مشتری چی میخواه و شما چی رقم با اون میرسانن و به این شکل. حالا سپاسگزار. در این قسمت اگه موافق باشیم به بخش بعدی بحث خود ما گپ و گفت خود ما بریم و او وضعیت درس و تحصیل هزارها در اونجا هست. وضعیت درس و تحصیل هزارها در اونجا چطور است آقای بشیر؟ کودکان درس میخوانن، جوانان و کسایی که علاقمند باشن در دانشگاه هستن درس نمیخوانن، چی رقم هست اوضاع؟ خب سیستم آموزشی اسپانیا طوری هست که دوره که اینا یک کودک متولد میشه تا 3 سالگیشه، البته اجباری نیست که باید برای در مهد کودک بره یا کودکستان، ولی مثلا بعد از 1 سالگی کودکستان های عمومی هست که میتونن ثبت نام بکنن و اینا وارد کودکستان میشه و رایگانه، به صورت رایگان هست. بعدش تا سن 16 سالگی را، بعد از 3 سالگی تا سن 16 سالگی اجباری هست که اینا باید تحصیل بکنن، یعنی چی بخواین چی نخواین فرزندایش باید تحصیل بکنن. بعد از سن 16 سالگی که اینا در دوره مثلا دیپلم میرسن، بعد از دیپلم آزاد هست که تحصیل بکنن، یعنی وارد دانشگاه شون یا نشون. به او خاطر هست که
اوبلیگاتوریو به قول اسپانیاییان نیست، اجباری نیست، ولی معمولا ما توصیه میکنیم که بعد از دوره دیپلومی که اینا بچهرت رو بهش میگن میگیرن، اینا باید برن وارد دوره مثلا گرادو سوپریور. گرادو سوپریور هم دو ساله هست که میتونن این دوره گرادو سوپریور رو بخونن بدون امتحان دانشگاه، یعنی بدون امتحان کنکور وارد دانشگاه میشن. و خوبیش هست که یعنی امی دوره گرادو سوپریور یعنی فن حرفه‌ای هست که به اصطلاح در آلمان امو بهش میگن اوزبیلدونگ. ای در حقیقت امو اوزبیلدونگ فن گرادو سوپریور. و در این قسمت اینا 2000 ساعت یا 2 سال کار درس میخوانن بر علاوه پرکتیس و اینا وارد بازار کار میشن. خیلی اسپانیایی ها همین اوزبیلدونگ یا مثلا گرادو سوپریور رو میخوانن دیگه، دنبال تحصیلات عالی نمیرن. ولی خوبیش این هست که تو این سرتیفیکیت داری، این سرتیفیکیت گرادو سوپریور که داشتی باز هر وقت کدی بدون امتحان تو وارد دانشگاه میشی. و این هم نیاز نیست که حتما باید امو رشته، مثلا ما رشته ما تلکامونیکاسیون بود، مثلا ما رفتم وارد چیز شدم ادمنستریشن در ردس یا انفورماتیک، یعنی مدیریت شبکه و انفورماتیک، بعدش رفتم وارد درسای دیگه مثلا سیاست هم سال نشد. ولی خب موضوعی هست که فعلا قوما هم که هستن بچه‌هاشون مثلا فعلا در دوره مقاطع مختلف قرار داره و تحصیل میکنن در اسپانیا و چون اجباری هست باید تحصیل بکنن، و بعد از اینکه تا سن 16 سالگی رسیدن باید همون گراد سوپریور رو بگیرن، بعد میرن وارد دانشگاه میشن که دانشگاه های خیلی زیادی هم در مثلا در مادرید هست، هم در والنسیا، هم در بارسلونا هست که نا میتونن از پریوادو یا پوبلیکو استفاده بکنن. به نظر من کسایی که چیزشان زیاد قوی نیست، اقتصادشان، از میتونه از پوبلیکو استفاده بکنه. پوبلیکو هم سطحش خیلی بالا هست، در رده های بالای دانشگاه جهانی قرار دارن و میتونن تحصیلات بکنن که فعلا هم ما در هم در دانشگاه بارسلونا افراد قوم داریم، هم در اوتونوما، هم در مادرید اطلاع دارم دارن در مقاطع مثلا لیسانس و ماستری و دکترا تحصیل میکنن و تعدادشان فعلا به اون شکل چشمگیر نیست. خب ما گفتیم ما نسل اول مهاجر هستیم، ولی خب اونایی که دانشجوها هست بودن در افغانستان و یک سطح دارن، من همیشه برشون توصیه میکنم. درسته دوره تحصیلات سخته، یعنی باید به اصطلاح دنبال کارم باشن، یعنی کرای خانه و امثال اینا، ولی یک مزایا را باید از این مزایا استفاده بکنن در اسپانیا که خیلی ها فکر میکنن این وجود نداره یا اطلاع ندارن. و او این هست که شما باید دنبال بعضی از فونداسیون ها بگردین، بعضی از نهادها بگردین. در دانشگاه های بزرگ یک بخش وجود داره به نام سولیداریتی، همبستگی. دو باید برن دو دانشگاه ها، من نمیگم که مثلا در هر منطقه‌ای که هستین، مثلا در والنسیا هستین یا مادرید یا بارسلونا، برن در بخش سولیداریتی و بگوین که من بک‌گراند مهاجرت دارم، من پناهنده هستم، ولی پولی تحصیل خود ندارم. بر شما زمینه تحصیل رایگان برگزار میشه و حتی سعی میشه بر شما جای بده. ای خیلی مهمه، ای خیلی مهمه، ای رو باید در نظر بگیرن که بگوین من نمیتونم هم درس بخونم هم کرای خانه خود بدم. باز اونا تا با بعضی نهادها اینا رو معرفی میکنه، اینا از مزایای حمایت حداقل یک جای برای خواب خوراک پیدا میکنن. تو در نظر بگیر که یک دوره را مثلا دوره دانشگاهی را اینا میتونن رایگان درس بخونن و ای هست، وجود داره، بعضیا نمیدونن. به او خاطر هست که ایر باید خیلی مواظب باشن، خیلی دقیق. اگر بازم ما در خدمت هستم در این قسمت، هر کس که بخواید تحصیل بکنه، ما همین سالم دیروز ما یک کنفرانس داشتیم راجع دم دانشگاه اوتونومی بارسلونا و روی همین موضوع ما تاکید کردیم که ما سازمان خود جزء
برنامه ارسموس میکنیم، ارسموس پلوس. و این ارسموس پلوس خوبیشی هست که ما میتونیم دانشجوها را نه تنها در بارسلونا بلکه در دانشگاه های سایر دانشگاه های اسپانیا یا کشور اروپایی دانشگاه های دانشجوهای خود معرفی بکنیم که نابتانم اونجا تحصیل بکنیم. با او خاطر هست که اگر میخواین اطلاعات در قسمت تحصیل بخواین ما در خدمت هستم، چون ما خود ما محصل هستم و خوب میفهمم که چی و چی هست، میتونن به اصطلاح چیز کنن. اگر در شهر خود شروع کنن بهتره، تا اینکه مثلا از والنسیا بیاید در بارسلونا در خود والنسیا درس بخونه، یا در خود مادرید درس بخونه، یا در خود بارسلونا بخونه، به خاطر که جابجایی باز یک سری مشکلات خاص خودش داره. به هر حال ما در این قسمت میبینم دوستا هست، قوم هست، ولی خب نسل بعدی انشالله تا 10 سال دیگه ما یک حجمی زیادی را خواهیم داشت، هم از خانم ها هم از پسران و دختران که وارد دانشگاه خواهند شد. بسیار عالی. خود ای در کشورهای دیگه هم به همین شکل هست، ولی خب یک مسئله دیگه هم هست، نسل بعد وقتی که میگه مثلا یک دهه بعد، دو دهه بعد، یک تعداد زیادی در فرصت های اقتصادی رو پیدا میکنن، فرصت های درسی رو پیدا میکنن، از طرف دیگه هم باید مراقب بود مسئله هویت را که ما در ادامه برنامه با او هم میپردازیم که بازی رقم نشوند که گم شوند در جامعه اسپانیایی یا در جامعه دیگه که در او زندگی میکنند. و پسانتر مثلا یکان دفعه بسیار جالب است، ما بحث میکنیم که در فلان جای دنیا مثلا یک زمانی هزاره بود، آیا همچنان هستند یا نیستند، مثلا آیا میشه اونا رو پیدا کرد یا نمیشه، مثلا یک مسئله بسیاری میپرسن ایره. و یک حالی همون کسایی که حالی ازاره هستن هویتش خودشان ندارن توری نشه و باید راکارهایی رو ما بسنجیم که در نسلهای بعدی گم نشوند. و حالی در اینجا روی اسکرین آدرس دیجیتال هزارستان را قوما میبینن، امیدوار هستم که مسئله دیجیتال هزارستان با همکاری، همراهی و حمایت مردم را بیفته تا بتانه در موارد مختلف از جمله در این قسمت هم برای هزارها کمکی انجام بده. بیشتر هزارها آقای اسکندری عزیز در چه رشته، کسایی که درس میخوانند در چه رشته های معمولا درس میخوانند در دانشگاه؟ فعلا کسایی که میشناسم در بخشی که خود ما، یعنی بعضی دانشجویان، یعنی بین خود ما مشوره میکنیم، ما به عنوان یک دانشجوی قدیمی یا کسی که حداقل 12 13 سال در کشور بوده توصیه کردیم، و کسایی که حال تحصیل میکنن میگیم در بخش تکنولوژی و مارکتینگ بیشتر باشین بهتره، چون بعضیایی که حال همین جدیدایی که من میبینم از افغانستان اومدن اینجا وارد دانشگاه شدن، اینا هم علوم مثلا سیاسی یا مثلا بعض علومی که مثلا رشتهشان بودن امو را پیش میبرن. خب اونم به یک نحوی خوب هست، ولی خیلی مبارزه میخواد، به خاطر که در دنیای سیاست، اقتصاد و امثال اینا یک دامنه وسیع زبان قوی و اطلاعات خیلی زیاد میخواد و زبان میخواد، که برای کسایی که در سن 25-30 سالگی خیلی سخته که این زبانها را به اون شکل یاد بگیرن. به هر حال در بخش مارکتینگ هست، در بخش الکترونیک هستن، کامپیوتر هستن، در این بخش ها تحصیل میکنن. و مام توصیه ما همی بوده که بیشتر برن روی فن، باید روی فن برن. البته خب میشه گفت که خود در رشته های مختلفی مردم هزاره نیاز داره به منابع انسانی در رشته های مختلف، از جمله رشته های فنی تکنولوژیکی. ولی یک نکته بسیار مهم میره که من با گاهی وقتا با تحصیل کرده های هزاره با ایشان صحبت میکنم، یک مشکلی که دارن ایست که چی رقم او دانشی را که به دست میرنن را در اختیار مردم خودشان قرار بدن. حالی مثلا یک خب در محیطی که درس خوندن زندگی میکنن در اونجا، او دانش ممکن کاربردی داشته باشه و داره در اونجا، ولی حالی چی رقم میتونن از این دانش
در خدمت مردم خودشان هم باشن هم مسئله هسته که امیدوار هستم مثلا با همین دیجیتال هزار سال، چون دنیای دیجیتال و تکنولوژی کمک میکنه که شاخه‌های مختلف علم را به اصطلاح و توانایی هایی که دارن برای مردم ما اینا را فعال بکنه، یک جای کرده و فعال بکنه و در خدمت همون مردم تحت ستم هزاره قرار بده. در ببخشید یعنی این موضوع خیلی جالب هست که اگر شما یادتان باشد در تاریخ مردم ژاپن وقتی که مهاجر شدن در اروپا و امریکا بعد از جنگ های جهانی، اینا در حقیقت تکنولوژی را که به این شکل از اروپا و امریکا دزدیدن. یعنی او زمان مثلا خیلی سخت بود که تو در یک کارخانه کار کنی و تو بتانی فن و تمام جزئیات او کارخانه را برای اجازه خروجی مثلا کاغذ نمیداد. او زمان موبایل نبود که همه چیز باید مسیج میکرد یا اینترنت. اینا در مثلا در بدن خود امو فرمولی امو کار تاتو میکردن، فهمیدی؟ میگفتن اگر مثلا صاحب کارش میپرسید که تو برای چی نوشته است، مثلا گفتن برای مادر خود من نوشته کردیم، برای زن خود، برای معشوقه خود مثلا یک شعر یک چیزی نوشته کردیم. حالا که همه چیز هست مثلا در کارخانجات و جاهای دیگه، مردم ما باید بتانن علم بیگیرن و امروزه میتانن خیلی راحت علم دریافت بکنن، حفظ بکنن برای بازسازی کشورشان، برای بازسازی آینده کشورشان. بنابراین خیلی مهم هست که باید از علم امروزی که به اصطلاح خیلی راحت میشه او را به دست آورد، داشت، کسب کرد، باید استفاده بکنیم مثل مردم ژاپن. بسیار خوب، سپاسگزار. یک سوال دیگه در مورد امی، در امی محدوده پیش ازی که در بخش دیگه باره، آیا در دانشگاه های اونجا مطالعات مربوط به مردم هزاره وجود داره و یا مثلا دانشجویان اساتید اونجا گروه های تحقیقاتی اونجا در مورد مردم هزاره و هزارستان مطالعاتی را انجام دادن؟ خیلی موضوع مهم، مورد مهمیه، به خاطر از اینکه خب هیچ کس نمیایه مثلا راجع به یک قومی یا مثلا یک مردمی تحقیق کنه که مثلا او کشور به یک نحوی در یک انزوای تاریخی بوده. افغانستان حکومتایش همیشه برای مردم جهان دروغ گفته. سفارتخانه های افغانستان از زمانی که تأسیس شده در برای دنیا دروغ گفته و اصلا معرفی نکرده که در افغانستان چند زبان هست، چند قومه، چی مذهبی، چی تفاوت‌های قومی به او شکل بوده. همه گیره به یک نام خطاب کرده که ما فلانی هستیم، فلانی هستیم و یک دروغ بزرگی برای دنیا گفته. بنابراین نسل جدید، نسل مهاجر که امروز آمده و پناهندگانی که هستن و کسایی که اینجا تحصیل میکنن، اینا باید خودشان رو معرفی بکنن. کسی که اینا رو معرفی نمیکنه، مثلا ما یک دوره به اصطلاح پست گرادویت میگن اینجا ما خواندم که در بخش رهبری سیاسی ارتباطات بود، ما تزی دانشگاهی ما راجع به نسل کشی و مهاجرت هزاره ها بود. یعنی این تز دانشگاهی ما بود. خب معلم اگر به اختیار معلم یا توتوری که به اصطلاح استاد راهنما بود اگر میگذاشتیم، شاید برای ما پیشنهاد میکرد خب راجع به یک موضوع آفریقا یا مثلا یک کشور دیگه یا مثلا کاتالونیا تحقیق کرد، درسته؟ خب ما این کار کردم. به خاطر من میگم که دانشجویان هزاره باید خودشان فرهنگ خود و آنچه که نیاز به معرفی داره، ظلم و ستمی که روی از این مردم شده را باید بر دنیا، خاصه در اماکن علمی مثل دانشگاهی، اینا باید معرفی بکنه. به او خاطر هست به نظر من همین تز دانشگاهی من خیلی جالب هست که من یه به زبان اسپانیایی نوشته شده. حالا من خبر ندارم که در دیگه کشورهای اسپانیایی زبان واقعا راجع به نسل کشی هزاره و مهاجرت مردم هزاره به انگلیسی به اسپانیایی صحبت شده یا نه.
ولی این کار ما کرده میردم در سال 2019 انجام دادم. به او خاطر همین دیروزم که ما چیز داشتیم، کنفرانس داشتیم، ما دمو کنفرانس رسمی که بیشتر از دانشجوهای همکلاسی ما بودن، از دیگه فاکولته ها که آمده بودن، ما برشان گفتم که به مو اسپانیایی ها یا خب میدن بیشتر دانشجوهای بین الملل هستن، از کشورهای مختلف هستن، ما گفتم شما راجع به چیز باید تحقیق کنین، پایان نامه تانه بنویسین، نسل کشی هزاره ها در افغانستان، یا مثلا آپارتاید جنسیتی در افغانستان، منابع خیلی زیاد هست. شما میتونید این قسمت که افغانستان به نحو فراموش شده بود، شما اینجا باید تحقیق کنین. یعنی ما در کنفرانس گفتیم، بارها گفتیم، معلمان اتفاقا توصیه کرده، خوبه چیزی که به اصطلاح در یک اسکوریدت، در یک جای تاریک نگه داشته شده و معرفی نشده، در قسمت باید کار شوه، باید منابع اکادمیک باید پیدا بکنه، باید ما مثلا در این قسمت باید خیلی کار بکنیم و ما هم خود ما این کار بکنیم، هم سعی کنیم کسای دیگه را تشویق بکنیم در این قسمت. خیلی هم مثلا دانشجوی ها همیال در این قسمت کار میکنه. حالا مثلا راجع به می آپارتاید جنسیتی، مثلا کتابی که قاضی القضات طالبان نوشته کرده که کاملا ضد زن و ضد اقوام مردم افغانستان هست و ضد مذاهب افغانستان، یعنی یک مذهب او هست، یک قوم هست، یک قبیله هست، یعنی کتابش به زبان عربی نوشته شده که حتی امو کسایی که پیرویش هم هست نمیفهمه که چی نوشته کرده او، فهمیدی؟ یعنی مخلوط یک سری از آیات قرآن و احادیث ما بینش گذاشته، ولی در حقیقت این کتاب یک کتاب پر از تعصب ضد فرهنگ و ضد مردم افغانستان و اقوام افغانستان هست. خب اینا رو ما توصیه کردیم که اروپایی‌ها، کشورهای دیگه باید بخونه بفهمه که در کشور چی تفکر جریان داره و چی کسایی امروز سر قدرت شده که نفع میکنه مردمی که مثلا دارای فرهنگ و زبان و اصالت هستن، اینا را نفی میکنن. اینا که با چی تفکری، با چی سیاستی اینا آمدن در افغانستان حاکم شدن. بنابراین دانشجوها باید در قسمت، البته کتاب ازی به زبان عربی هست، فعلا نمیدونم به دیگه زبان ها ترجمه شده یا نه، چون تقریبا جدید یک دو سال میشه، ولی خب 100% به دیگه زبان ها به محضی که به زبان اسپانیایی یا انگلیسی ترجمه شده به دسترس تمام مردم جهان قرار میگیره، چون فعلا طالبا قانون اساسی ندارن. اینا اونمو کتاب و نمازو مرتکه هست که از او به عنوان قانون اساسی استفاده میکنن. اگر فردا هم قانون اساسی رو اینا به اصطلاح به یک نحوی بر افغانستان جور بکنن، 100% از این کتاب استفاده میشه که به نحوی یک ترفند خیلی بزرگ و بدی علیه اقوام افغانستان هست. بسیار خب آقای اسکندری عزیز، خب ما در یک جای دیگه خب پیشتر اشاره شد بحث مثلا رشته های درسی که میخوانن، رشته های مثلا تکنولوژیکی فنی پیشنهاد شده بود، ولی مثلا کسی که میخواد، دانشجویی که رشتهش میخواد در مورد حقوق بشر و وضعیت حقوق بشری هزاره تحقیق بکنه، نمیتونه مثلا بره و مثلا در رشته ای که درس میخونه شاید اجازه نده که همچین تحقیق را انجام بده و ارتباط داشته باشه موضوع بر رشته درسیش. در شما من یک اجازه بدین من اشاره بکنم به پایان نامه خود. من رشته تکنولوژیکی هست، من دانش آموخته management information systems هستم که عنوان درسی همون پایان نامه من digital identity construct digital identity stateless nations and digital identity construction the case of the Hazara of Hazaristan under microscope. ای عنوانش هست، هویت دیجیتالی و مردم ملت های بدون دولت، دوسیه مردم هزاره هزارستان در میکروسکوپ به اصطلاح. در خب ما حالا قرض از این مسئله ایست که
در رشته های مختلفی که درس میخوانن، از رشته های مختلف صحت و طبابت و پزشکی به اصطلاح تا رشته های زراعتی، رشته های مختلف روانشناسی، رشته های فلسفه، رشته های مختلف علوم انسانی، تکنولوژیکی، جا داره که وقتی که جایی میرسن که میتونن تحقیق ریسرچ بکنن، تحقیق بکنن، او تحقیق خودشان را به نوعی با مردم هزاره ارتباط بدن. یعنی ای هست، حتی در مثلا زراعت باشد، در مالداری باشد، در صحت باشد، در هر رشته صحت که میخواید باشه میشه، یعنی ارتباط بدن، اما مطالعه خودشون در مورد مردم هزاره انجام بدن. به این شکل اگه دانشجویان هزاره کار بکنن، ای کم کم مثلا همون رقمی که گفتن 10 سال آینده، ما یک 10 سال آینده یا 15 2 دهه آینده مقالات علمی فراوان در رشته های مختلف در مورد هزاره داریم که بخش قابل توجهی از نیازهای علمی مردم هزاره را میتونه حل بکنن. نیازهای علمی یعنی همو تخصص که مطالعاتی که انجام شده میتونه کمک فراوانی بکنه به مردم هزاره، و بعد اینا بر اساس این مطالعات خب قطعا کارهای زیادتری را میشه انجام داد. در این قسمت آموزش کدام گپ دیگه داره آقای اسکندری عزیز؟ بفرمایین. در قسمت آموزش حقیقتش خب فعلا بستر برای همه هست در به یک شکلی، ولی باید امو از راه و رویشش باید پیش برن، و ما توصیه میکنیم که در هر کشوری که امور قم که ما گفتم که امروزا نباید لرد شنی تو، نباید در کشوگیر پرد شنی تو، و همچنان که موضوع ای هست که چانسی پیشرفت سر لنگر تو ششته، چوغی تکنولوژی را بخت تو رشته. فعلا در اروپا هستی، در کشورهای اروپایی یا خارج هستی، ولو در افغانستان هم که فعلا باشی، خاصه برای کسایی که در کشور هستن فرصت هست، چانسی پیشرفت سر لنگر ششته دیگه، بیشتر از این میخوای چیکار بکنه؟ باید از این فرصت ها استفاده کرد، به یک جای خود رساند، هم مفید بود برای مردم خود، قوم خود، هم برای سایرین، و این خیلی خوب هست که ما بتانیم از این فرصت ها، و مردم ما یک مردم صبوری هستند که آهسته و پیوسته تحصیل میکنن و ادامه میتن و به آخر میرسانن، و این خوبه. امیدواری زیادی هست که انشالله بتانن خودشان قوی بکنن، که هم مهمتر از همه ای هست که تنها اکتفا نکنن، ولو مثلا لیسانس یا دکتراشون خلاص شد، نه، تازه کار شروع شده، شما باید به اصطلاح یک واسطه بین قوم خودتان و کشورهای اروپایی باشین، و همچنان یک لابی باشین، یک لابی بین مهاجرین و دولت ها، چون در همه کشورها هست، حالا در اسپانیا، در تمام شهرها هست، در تمام کشورهای اروپایی هستن، لابی باید باشین بین مهاجرین و مقامتان و مردمتان و دولت ها، و حتی به پارلمان اتحاد اروپا. به این ترتیب هست که در همچنان در کشورهای دیگه مثلا مثل امریکا و امثال اینا باید تحصیل بکنن، خودشان برسانن، لابی باشن، از لحاظ دیپلماسی، از لحاظ سیاست باید خودشان قوی بکنن، بروز بکنن، ثابت بکنن، حرفه‌ای شوند، یعنی متخصص شوند و کار، و او کار نیمه کاره اعلان نکنن. ولو مثلا یک آدم در سن 60 سالگی برسه، فقط 2 سال عمرش اگر مفید باشه برای جامعه، اونمو کافی هست. 2 سال عمرش به اندازه صدها سال یک کارگر میتونه سودمند باشه، فقط 2 سال عمرش. و این خیلی مهم هست که باید آهسته و پیوسته و قدرتمند باید در عرصه علم و دانش باید پیش رفت. یک حالا با توجه به این که امینجا
یک مسئله دیگه از این من رسید، با توجه به اینکه خب شما فعال سیاسی هم هستن، در یکی از احزاب حزب سوسیالیست اونجا هم عضو هستن، عضو فعال می باشن، بعد در عرصه دیپلماسی هم به همین شکل، و خب سوسیالیسم و جامعه کارگری هم یک ارتباط خاصی داره، حتی کارگر اگر هم هستن گاهی وقتا به ذهن میرسه این سوال که چرا جامعه کارگری هزاره منسجم نمیشه. مثلا ما انواع جنایاتی که صورت میگیره خب علیه هزاره، یک بخش خب کسایی که جز قربانیان هزاره های کارگر هستن، اگر مثلا منسجم باشن و از طریق نهادهای کارگری بین المللی و احزاب سیاسی که خب توجه خاصی به مسئله کار و کارگران دارن، صدای خودشون را شاید یک مسیری هم باز میشه برای اینکه صدای خودشون را در عرصه بین المللی برسانن. نظرتون در این مورد چیست؟ یعنی اگر مهمه واقعا این موضوع خیلی مهمه. ما امید طرح برای البته هم سازمان هم که ایجاد کردن سازمان جهانی جامعه مدنی در اروپا، یعنی ما باید لاوی باشیم، البته تنها شامل مردم هزاره نیست که میتونه نشنالیته های مختلف از ملت های مختلف و کشورهای اروپایی هم باشه، ولی خب هدف ما این هست که موضوعی هست که اینجا ببخشی همی سوالت دوباره چیز کو که من فکرم طرف دخترم رفت. من گفتم خب حالا مثلا خب وقتی که ما هزاره با مسئله با جنایت نسل کشی روبرو هست، کش به شکل منظم سیستماتیک بیش از حدود 1.5 قرن است که مورد حمله قرار میگیره و همچنان جنایات ادامه داره و یک بخش قابل توجهی از قربانیان هزاره هم کارگر می باشن، و خب از طرف دیگه در عرصه سیاست بین المللی ما و در منظر سیاسی کشورهای مختلف جهان مسئله کار و کارگران بسیار اهمیت داره. مثلا شما خودتان عضو حزب سوسیالیست هستن و سوسیالیسم با مسئله کارگری ارتباط مستقیمی داره و نهادهای تشکیلات، نهادهای مختلفی که نهادهای صنفی و سیاسی مختلفی که از بطن جامعه کارگران به اصطلاح برآمدن، شاید اگر ما همو یک دفعه مایندست خود تغییر بدیم و یک طور دیگه کوشش بکنیم، یک راه‌های خلاقانه تر و نوتری را پیدا بکنیم، شاید مثلا یکی از مسیرهایی که حتی کارگران هم بتانن در مثلا مبارزه هزاره، مبارزه فراگیر هزاره علیه نسل کشی سهیم شوند، سازمان یافته سهیم باشند، همین مثلا مسئله انسجام کارگری و صدای خودشان را از طریق نهادهای بین المللی و احزاب نهادهای بین المللی کار و کارگری و احزاب سیاسی که کار و کارگر مسئله مهمشان هست به گوش بقیه برسانند. خیلی عالی. ببین این مبارزه برمیگرده خب کشورهای اروپایی امروز که به این نتیجه رسیدن، انقلاب های صنعتی که در قرن 15 و 16 در مثلا در انگلیس رخ داد و انقلاب های کارگری که اونجا پیش آمد، مثلا اون زمان مثلا فیودال ها قدرتمند بود و بعد انقلاب های کارگری به وجود آمد، این به نفع جامعه شد، یعنی نه به ضرر سرمایه دار. و وقتی که در جامعه به اصطلاح کارگر دارای حق و حقوقی باشه و یه خوبتر میتونه کار بکنه به جایی که برده باشه برای مثلا قشر سرمایه دار، که او مثلا باز هم سرمایه دار قدرت سیاسی هم دستش بود. امروز هم که در کشورهای اروپایی مثلا همین سوسیالیست که سوسیالیست کارگر مثلا خیلی قدرتمند هست، نه تنها در اسپانیا، در ایتالیا هست، در تمام کشورها، یعنی مثلا قدرت خیلی زیاد اتحاد پارلمان اتحادی اروپا هم دست سوسیالیست ها هست، اونجا هم احزاب چوکی دارن و قدرت دارن در پارلمان اتحادی اروپا. بنابراین در اسپانیا هم من همین توصیه را برای دوستا کردم
و ما امی پیشنهاد یک سال پیش دادم که بهترین راهی که شما میتونین از لحاظ سیاسی پیشرفت بکنین این هست که حداقل وارد بدنه ای حالا ما سیاست افغانستان و اینا را کلن فراموش کنین که اونا کلن رو به تاریکی و عقبگرایی هست، اونا جهل اندر جهل، هرچی داخلش بری تاریکتر و تاریکتر میشه. ولی بیاین در اروپا وارد سیاست اروپایی شوین و ما گفتم حداقل 50 نفر از افراد ما وارد حزب سوسیالیست میکنم که اینجا استخوان بگیرن و اینجا میتونه در حزب خب سوسیالیست یک مکتبه، تنها مثلا یک حزب نیست که مثلا شما بگین یک حزب باشه، نه یک مکتبه که خاصه حزب سوسیالیست کارگران سوسیالیست که دفاع از حقوق کارگران میکنه. بنابراین در این قسمت این میتونه یک الگویی باشه برای کارگران هزاره در سراسر جهان که میتونه از این الگو استفاده بکنن و همین کارگرها میتونه قدرت به دست بگیره. نیاز نیست که لیدر از اینا حتما باید یک حجت الاسلام و آیت الله باشه یا مثلا یک بچه یک رهبر و یک قماندان باشه، نه، این خود کارگرها میتونه این کارو بکنه و این مرحله خود برسانن و وارد سیستم شون. این سیستم باید یاد بگیرن بر اساس یک سیستم حرکت بکنن. اون زمان هست که چیز میگنن اینا خیلی راحته، حالا این زیاد سختی هم نداره. ما مگر این احزاب مگر چند حق العضویت میگیره در سال؟ خیلی حق العضویتی کمی میگیرن. اینا باید وارد ایونت ها و فعالیت های حزب شون، یاد بگیرن چطوری کار میشه. اینا دوره اول، چند سال اول یک دوره پرکتیس هست، باید یاد بگیرن سیستم چطوری کار میکنه. آهسته آهسته مثلا خودشان هم میتونن، یعنی نیاز نیست که تنها باشی، یعنی وقتی که ما تبلیغ نگوین که تبلیغ مثلا حزب سوسیالیست میکنه، ما یک اصطلاح داریم به نام فامیلی سوسیالیست، یعنی فامیلی سوسیالیستی. وقتی تو وارد حزب میشی نیاز نیست که باید افغانهای مقیم بارسلونا کاتالونیا بر تو رای بده، اصلا مهم نیست، نه خودمون بر تو رای میده، خودمو سوسیالیست ها تو رو میبره بالا، مثلا تو در کدام بخش میری امونا برای دای میتن، خود اسپانیایی برای دای میتن. بعضی ها فکر میکنه که والا پشت سر ما والا چند نفر مثلا فلان باشه و نباشه، اگه نباشه چی میشه، اگه باشه چی میشه، نه، چون حداقل باید و یک سر شرایط های خاص خود داره. بنابراین این مهم هست که وارد این چرخه باید شون مردم ما، وارد این چرخه سیاست نوین اروپایی باید شون، یاد بگیرن. این دوره هست که متاسفانه در افغانستان یک دوره پرکتیس دموکراسی بود که ناکام ماند و ولی اینجا ناکامی نیست، ناکامی وجود نداره. مثلا در اروپا اینا مثلا تنها از تاسیس حزب سوسیالیست 140 سال میگذره، 140 سال اینا تجربه داره، اینا سالها حکومت کرده بر اساس معیار و قوانینی که داره. شما فقط وارد سیستم شوین، وارد کار یاد بگیرین و در زمینه مثلا تحصیل بکنین یا مثلا مطالعه داشته باشین و نیازم نیست که حتما باید تحصیلات خیلی عالی داشته باشین، نه، وارد سیستم شو اتوماتیک یاد میگیری. و او خاطر هست که ما توصیه میکنم که نا وارد بدنه های سیاست شوند در تمام کشورها. حالا حتما نباید حزب سوسیالیست باشه، هر حزبی باشه که به نفع ببینه به نفعشون کار میکنه، وارد عرصه های سیاست در تمام دنیا، در تمام احزاب شون، یک آگاهی کلی، قدرت کلی، پشتیبانی جهانی پیدا بکنن. به او خاطر هست. اما با کارهای فعالیت های فرهنگی هم داشته باشن، ولی کار فرهنگی جایی را نمیگیره. البته میگیره. خب علی درو چیزه، حالا اجازه بده من از چیز فرهنگی دفاع بکنم اگر مثلا جایره نمیگیره. شما خودتان اهل نوشتن هم هستن. او فرهنگ در خب فرهنگ در به اصطلاح این دریاره که در نظر بگیرین رودخانه رو در این بستر رودخانه رو کرد میکنم. بله خب علی، خب حالا ما یک برنامه مفصلی در مورد میگیریم، مواردی که شما گفتید بسیار مهم هست، شامل همه میشه. فرهنگ که سیاست میزایه، اقتصاد میزایه، همه چیز از فرهنگ مادره، فهمیدی؟ ولی
منظور است که کدام تصمیم گیرنده است، کدام روی کار. مثلا تو فکر کن اینجا مردم برای یک موضوع یک دادخواهی صد بار تظاهرات میکنن، مثلا فعالین حقوق بشر یا مثلا فرهنگی ها، ولی صدای زیر که بالا شنید یا نشنید به قول معروف. اما اگر موضوع به صورت کاملا اساسی مطرح شوه، روش کار شوه، حرفه‌ای به دولت داده شوه، به افراد فعالی که در دولت هست، این همون لحظه تاثیر خود میذاره، یک هفته بعد تاثیر خود میذاره، یک ماه بعد تاثیر خود میذاره. این مهم است که با افراد زنده که سر قدرت هست ما باید تصمیم باید ارتباط داشته باشیم، که همون لحظه باید تصمیم میگیره. یعنی قبل از اینکه دوره حکومتشون خلاص شوه باید تاثیرش گذاشته باشه. بسیار خب، حالا ما حتما نامی عالی هم از شما دعوت میکنم در یک برنامه مفصلی در مورد همی مواردی که اشاره شد بحث بکنیم و کمک بشه به مردم هزاره که واقعا وارد عرصه های مختلف و از جمله و به ویژه سیاست هم شوند در کشورهای مختلف و بتانن از این طریق کمکی بکنن به تغییر اساسی و بنیادین وضعیت مردم خودشان. بریم به بخش بعدی برنامه ما. امیال 2:40 است که همراه هم هستم، سپاسگزار. مانده نباشین، چای دارن اونجا؟ چای، آب، نوشیدنی چیز هم زره مانده، یک دو قرده دیگه مانده. این چیز مقصد خسته خیلی جالی و پیالت هم پرچم هزاره رو داره، از ما که یک پیاله معمولی است. خود چیز است. در بخش برنامه، بخش بعدی برنامه خودمان بریم در مورد رابطه هزاره ها در اسپانیا همراه یک دیگر چطور هست، این رابطه چطور هست، هزاره با هزاره، رابطه هزاره با هزاره در اسپانیا. رابطه ها تقریبا بد نیست، ولی به اون شکل که باید مستحکم باشه، داره یک سازماندهی قوی باشه، ما روش کار میکنیم. به خاطر که آلی حاضرم انجمنی که در مادرید تشکیل شده و دوستایی که در مایورکا یا سایر مثلا شهرهای دیگه هست، روزی کار میشه که در تمام تصمیمات، در تمام کارها با هم مشترک باشه، همگام با سایر نهادهای مثلا هزاره های دیگر کشورها، مثلا از جمله هامبورگ، یا ما باید همکاری داشته باشیم. مثلا در بخش بعضی کاران نیاز نیست که مثلا انجمن های کوچیکی که مثلا تجربه ندارن یا مثلا به یک چیز دیگه هست، ما به صورت ورکشاپ، به صورت گروهی کار میکنیم که اونا هم مثلا از او امکانات، از او برنامه ها مستفید شوند و به عنوان مثلا از نهاد ما به عنوان یک پلتفرمی هست که میتونه داری بخش ها برای سایرین همکاری بکنه. به شکل ما میتونیم همکاری داریم و داشته باشیم با سایر هزاره هایی که در دیگه کشورها هست، و به این ترتیب همون هماهنگی مهم و مستحکم را ما حقیقتش میخواییم در اروپا، حداقل در اروپا، و امکاناتش هم خیلی زیاده. تقریبا ما باید بگیم همون سران و فعالین هزاره تقریبا شناخته شده هست کیا هستن، در کدام کشورها هست، و خیلی راحت هست از این به بعد ارتباط برقرار کردن، هماهنگی کردن با اونها، و بالاخص از دریچه رسانه شما که شما در زمینه کار میکنین، ما امیدوار هستم که اینمی حس و همکاری برای همگی پیدا شوه و آشنایی پیدا بکنن با افراد فعال و قوی که در این زمینه بیشتر ما بتانیم تصمیمای کلان را در همه عرصه ها بگیریم. بخیر. پس عالی، یعنی در اسپانیا یک شبکه، یک پارچه ارتباطی بین هزاره ها وجود نداره؟ نه؟ وجود پارچه چرا؟ که مثلا اگر کدام حرف موضوع مهمی که میشه، همگی با هم هستیم، یعنی تصمیم میگیریم یک کار را، مثلا حالا بحث مهاجرت هست، در بحث های مختلف هستن، یا مثلا اید و بازدید و امثال اینا، فعالیت های فرهنگی کلن هماهنگ هستیم. حالا بعدش که
چی کسی سر کار امروز خودت میدونی که چی کسی آمدم صاحب کارش اجازه میتن نمیتن دیگه، او بستگی به روزی داره که چی روز چی فعالیتی داشته باشه. خب آیا در اونجا در اسپانیا هم این مشکل وجود داره که موانعی مثلا منطقه گرایی و کدام قشلاق هستی، کدام قول هستی، کدام قریه هستی و ای یا مثلا مذهب، مثلا خود همین مذهب، مثلا کدام مذهب هستی، مذهبی هستی نیستی، آیا این طور چیزا وجود داره بین هزارها که مانع ارتباطات گسترده هزارها شده؟ دقیقا کم و بیش وجود داره، به خاطر که مردم ما متاسفانه مو تعصبات عبدالزادگی برد بگم دیگه، اما عبدالزادگی خود هم بعضیا برشان میراث رسیده، هم مثلا به یک شکل یا بتفاوت هستن، بیشتر بگم بتفاوت هستن و بعضی جایا میبینی که می مثلا یکی جاغرگی میشه، یکی بیسودی میشه، یکی بامیانچی میشه، یکی مثلا ازاره سنی میشه، یکی شیعه میشه. خب این چیزا به نظر من زیاد موضوع کلان نیست و این پیش پا افتاده است، این دیگه اینجا خریدار نداره. ایگه پا مثلا در اروپا ایگه پا خریدار نداره که تو ازاره سنی استی، من شیعه استم، او از بامیان، او از مثلا از دره پنشیر، از پنشیر مثلا، ازاره مثلا دره پنشیر، نمیدونم از کجا هست. نه اصلا یه حرفا بی‌معنی هست. چیزی که مهم هست است که هماهنگی یک ملتی با یک سرنوشتی که دوچار هست و فعلا مشکل بزرگ هویتی در افغانستان داره، باید روی زنا بیشتر بحث شوند تا اینکه تو از کدام قول دره هستی، من از کدام قول دره، تو کدام مذهب داری. من ببین مردم ما اگر سنی شدن هم به حق و حقوق نرسیدن، اگر شیعه شدن هم کشته شدن. در هر دو صورت هنوز اونایی که شیعه ماندن به نحوی جدلم کردن، زدنم، کشتنم، کشتم شدن، ولی سرشان بلندتره. ما باید بگویم اگر ما با مو هویتی که هستی باید باشی. حالا فرق نمیکنه، مذهب یک چیزی هست که همگی میتونه داشته باشه، مذاهب مختلف، ولی خریدار نداره در افغانستان مذهب. تو فکرش بکن که مثلا قومی شریف تاجیک یا مثلا ازبک، اینا هم سنی هست ولی پشتون هم سنی هست. این سنی با او سنی چقدر متفاوت هست، در حالی که بیشتر سنی های افغانستان حنفی هستن، ولی او سنی که مثلا پشتون هست او دیگه هست، او خیلی فرق میکنه. حرفش خریدار داره، در قدرت هست، به اصطلاح حکومت هم میگیره دیگه. سنی ها دیگه او قدر ارزش نداره باشه. بالاخره تا که پشتون نباشی، تا مثلا از فلان قبیله نباشی، متاسفانه در افغانستان اینمی هست. حالا در بین پشتون هم هست که او زدران او احمدزای او فلان و چطور چکار هست، فهمیدی؟ یعنی همو قبیله و قبیله گرایی، همو سیستم ماکیاولیستی و سیستم قبایلی قدیم در قرن 21 حفظ شده، یعنی مردم آپدیت نشده، بروز نشدن، نمیشه گفت انسان‌های مدرنن. میدونی این مشکل ازی هست که همزمان با جهان حرکت نشده، در یک انزوا قرار داشته و امیالی هم برای خود مشکل ساز، هم برای سایر مردم مشکل ساز. منظور است که مردم هزار متاسفانه یک کم ذره ارث برده از این حماقت‌های افغانی، ولی باید این را یاد بگیرن که این حرفا دیگه معنی و خریدار نداره. باید امروز چیزای مهم، کلان، اساسی باید فکر کرد. در شما به مسئله هویت اشاره کردین، آیا هویت هزاره و هزارستان برای هزارهای اسپانیا اهمیت داره؟ هزارهای افغانستان برای اسپانیا؟ نه، آیا هویت هزاره و هزارستان افغانستان نه، اینجا گپ افغانستان ایج نیست. ما حالا نظر شخصی من که باشه، افغانستان ایج رسمیتی برای من نداره و این بسیار مهم است. حالا گاهی وقتا بعضی میگه تو
رسمیت داشته باشه نداشته باشه در واقعیت چه تأثیری میگذاره؟ او هست مثلا، ولی نه، واقعیت در درون آدم ها هست و شکل میگیره، نقطه آغاز واقعیت. عرضم به حضور شما، آیا مسئله، آیا هویت هزاره و هزارستان برای هزاره های اسپانیا مهم هست یا نه؟ 100% مهمه. ببین ما تظاهرات داشتیم خاطر نسل کشی هزاره ها و انفجاری که در مثلا در کاج شد، در آموزشگاه کارج امسال، اونا خیلی آمدن پرچم هزارستان بلند کردن و ما امو زمان بود که این پرچم، بعضی دوستای هموطنای ما هم آمده بودن میگفتن که این پرچم چرا اینجا بالا کردین. ما یک توضیح خیلی مفصل داشتم که دمو منطقه که به اصطلاح دولت کاتالونیا یا جنرالیتت کاتالونیا بود، ما اشاره کردم گفتم بالای سرت نگاه کن چند تا پرچم میبینی. 3 تا پرچم اینجا میبینی، یک پرچم کاتالونیا هست، یک از اسپانیا هست و یکم از اتحادیه اروپا هست و هر ایالت اینا اسپانیا 17 تا پرچم داره و حکومت های مستقل دارن و با هم زندگی میکنن، هیچ وقت تجاوز نمیکنن، انفجار نمیتن و نمیکشن، ولی 17 تا پرچم دارن. به او خاطر برای اسپانیایی ها مهم هست. وقتی که تو هزارستان میگی، میگه خیلی خوب، وقتی که تو یک ملت هستی، یک زبان خاص داری، دارای حق و حقوق هستی. در اسپانیا ببین تمام ایالت ها به یک نحوی فرهنگ مشترک داره. باسک ها اونا مشخصه باسکن، کاتالان ها کاتالانن، والنسیایی ها والنسیایی هستن، مادریدی ها مادریدی هستن، اونا پرچم های خودشان داره، حق و حقوق خودشان داره، ولی حکومت هم دارن به صورت خیلی عالی اداره میشن و به اصطلاح خب مشکلات کم و بیش که هست و زیاد چشمگیر نیست، امنیت هست، زندگی هست، کار و همه چیز هست. منظور است که بازی ما توضیح مفصل دادیم، گفتیم این دیگه جای بحث نیست که مثلا لاروبر یا اوغان دی یا مثلا فلان دی، نه او رقم چیزا نیست. اینجا هر کس میتونه خودش باشه، هر کس خودش باشه، هویتش باشه و این اتفاقا تفاوت ها هست که انسان ها را زیبا میکنه، نه اینکه باید همه یک رنگ باشه، نه متفاوت باید باشه و با هم مثلا بتونه جور بیایه و حداقل احترام زبان و فرهنگ و عنعنات یکدیگر را داشته باشه، که همین مسائل در اسپانیا حس میشه. به مخاطر دوستای ما که در تظاهرات آمده بودن پرچم هزارستان بلند کردن و خیلی راحت استقبال شد و هیچ کسی این مثلا نه کسی مانع شد نه دیگه، و برای مردم اسپانیا این موضوع کاملا حله، اصلا چیز جدیدی نیست. اینا خودتان میدونی که هر کشوری مذاهب و ملت ها و اقوام و زبان متفاوت دارن، اینا باید یاد بگیرن چطوری احترام بذارن، چطوری با هم زندگی کنن، چطوری با هم باشن یا نباشن یا جدا باشن، چه فرقی میکنه؟ از هموطنی بد که خود همسایه خوب باشه بهتره که ضرری نرسه. درست است سمی، مواردی که شما گفتن در تنوع، پذیرش تنوع خودش احترام گذاشتن به حقوق بشر هست، بسیار نکته مهمی هست. اجازه بدین یک ویدیو در اینجا از امو تظاهراتی که بهش اشاره کردین را من آماده کردم، او را ببینیم و بعد دوباره به استودیو برگردیم. موافق هستین؟ بله بفرمایید. یک ویدیو را بینندگان عزیز با هم دیگه کوتاه هست، حدود 2 دقیقه هست، میبینیم از تظاهرات مردم هزاره در بارسلونا علیه نسل کشی و بعد دوباره به استودیو برمیگردیم. در بیش از 122 شهر، 53 کشور و 5 قاره تظاهرات برای توقف کشتار و بر رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها در جهان جریان دارد و امروز همزمان در بارسلونا و مادرید و شهر خیخون در اسپانیا نیز تظاهرات جریان دارد. صدای عدالت خواهی هزاره ها امروز در تمام جهان می پیچند و صدایی که
در افغانستان برای عدالت خواهی خاموش میشن و شاگردای مکتبی که اونجا برای تعلیم میره به شهادت میرسن، اما هزاره های جهان از قاره آسیا گرفته تا اروپا، استرالیا و آمریکا و همه جا امروز صدای خدا بلند کردن. و همچنان ما خیلی خوشحال هستیم که در کنار ما هموطنان عزیز تاجیک ما، پشتون ما، ازبک ما و همه اقشار افغانستان در کنار ما جمعن. ما از تک تک از همه هموطنان و همه کسانی که در درد ما شریک هستن تشکری میکنیم. ما امیدوار هستیم که همیشه ملت افغانستان کنار هم، هم در برابر ظلم یک جا و یک صدا باشند و هم در شادی هایشان شادی مشترک داشته باشند. اگر امروز هزاره به جرم هزاره بودن، به جرم لهجه و زبان متفاوت داشتن و به جرم اینکه از یک قشر خاص جامعه هست مورد کشتار و قتل عام قرار میگیرم، نباید سایر اقوام افغانستان ساکت بنشینیم. این برای تمام اقشار افغانستان ننگ است که امروز پدیده به نام طالب در افغانستان دست به قتل و کشتار مردم میزنند، بالاخص دست به قتل و کشتار مردم هزاره. و اینا متاسفانه در طول تاریخ عادت کردند، اینا با کشتن هزاره عادت کردند. بله، یک بخشی از تظاهرات مردم را در بارسلونا دیدم که آقای اسکندری عزیز در حال صحبت بودن. آقای اسکندری عزیز تشکر، علی نزدیک 3 ساعت از همراه ما هستن. از بینندگان عزیز هم سپاسگزار. برنامه های ما خیلی طولانی هست، بسیاری دوستا، البته تعداد از دوستا پیام میدن که این خیلی طولانی هست. خب واقعا سپاسگزار از اینکه تا حالی بعد از حدود 3 ساعت همراه ما هستن، سپاسگزار. بریم در بخش بعدی، یعنی سوال بعدی. هر جایی که ما میبینیم، زمانی که میبینیم مسئله مذهب برجسته میشه، البته با احترام به نگاه و نظر و عقیده مذهبی افراد، هر جایی که مسئله مذهب برجسته میشه، مسئله هویت هزاره کم میشه، نقشش کمتر میشه و باعث تفرقه در جامعه هزاره هم میشه. میبینیم که هزاره از هم دیگه بیشتر جدا شده میره. در اسپانیا چطور هست و آیا امور مذهبی هزاره در اسپانیا در اختیار، در کنترل خود هزاره ها هست یا نه، هزاره ها فقط تأمین کنندگان مالی مسائل مذهبی هستند و همچون سربازان مذهبی ازشون استفاده میشه؟ نه خیر، در اسپانیا خیلی جالب هست که به اصطلاح عموم چیزی که مربوط به سرنوشت میشه، چیزی که مربوط به مهاجرین، امور مهاجرین میشه، چیزی که راجع به فعالیت‌های فرهنگی میشه، دست خود ما هست. ما به هیچ وجه کسی را اجازه نمیدیم که در امور مردم هزاره یا مثلا سرنوشت هزاره یا به اصطلاح به سرکردگی هزاره بخواین یک فعالیت را داشته باشن. ما اجازه را نمیدیم برشان. ما امیدوار هستیم که در دیگه کشورها، در دیگه شهرها همینطور باشن. خوب هستین، بد هستین، سطحتان پایینه، بالا هست، باید با هم باشین، مستقل باشین و یاد بگیرین پیشرفت بکنین. به او خاطر هست که ما مردم هزاره سرامت مردم، به اصطلاح سرامت اقوام افغانستان در اسپانیا هست. ما همیشه الگو بودیم، هم کمک ما، همکاری ما با سایر اقوام افغانستان رسیده. در هر عرصه چیزی که از دست ما بر بیایه با اونا همکاری میکنیم. ولی اگر مسائل ای باشه که مثلا یک کسی از یک کشور دیگه بخواه به اصطلاح در امور مذهبی ما دخالت بکنه، مثلا
فکر ایرانی ها باشه یا پاکستانی یا کسای دیگه، نه، ما همچون اجازه ای رو به کسی نمیتیم. ما هرچی هستیم خود ما هستیم، خود ما هم مسائل فرهنگی خود ما میفهمیم، هم مسائل خود ما را خود ما میفهمیم چطوری رهبری کنیم، چطوری پیش ببریم. به کسی ما اجازه نمیتیم. ولی موضوع مذهبی زیاد بر ما مطرح نیست که یه هزاره مثلا سنی است، شیعه هست، از کدام جای افغانستان یا از جای افغانستان نیست. بر ما اصلا فرق نمیکنه که او پاکستانی باشه، او ایرانی باشه، او از افغانستان باشه یا از کشور دیگه باشه، به شرطی که همو حس را داشته باشه، همو موضوعات تاریخی هزاره ها را باید مطالعه داشته باشه و شرایط فعلی هزاره ها را درک بکنه. اونا احترام داریم بهش و با همکار هستیم. و از این لحاظ ما اختیار ما را هیچ کسی نداره و هیچ کسی را ما قبول نداره. سپاسگزارم. بریم به بخش بعدی همین گپ و گفت خودمان. در نهاد، چه نهادهای هزارگی در اسپانیا فعال می باشند؟ نهادها که نهادهای فرهنگی هست، مثلا نهادهای انجمنهایی هست که حالا مثلا در مادرید هم هست، یکی در بارسلونا هست. این نهادهای فرهنگی که معمولا خب ما فعلا تمام برنامه های خود همیشه با سایر مردم افغانستان و همچنان با مردم کاتالونیا که تنوع دارن، دوست دارن با هم باشیم، گرفتیم و ما از این کار استقبال میکنیم. مثلا کاتالونیا هم جشنهای مختلف خاص خود شدن، جشن گل روز دارن، جشن کتابخانی دارن، جشنهای کارنوال های متفاوت دارن. ما با اینا میگیریم و حتی جالبیشی هست که بعضیا اما سالهای اول مثلا میخواستن که مثلا میگفت ما یک نهاد داشته باشیم، والا در اسپانیا ما میخواییم که تجلیل بابا مزاری رو بگیریم، یا مثلا از لحاظ مذهبی ما مثلا تاسعا و عاشورا رو بگیریم. گفتم خیلی خوب، این کار ما بر شما میکنم. ما گفتم ببین، بابا مزاری را باید به اندازه بزرگیش باید ما احترام بگذاریم، نه از دیدگاهی هر آدم علکی به اصطلاح. ما گفتم ما تجلیل بابا مزاری را در نهاد حزب سوسیالیست میگیرم، اونجایی که کلانا میایه شما باید مزاری را معرفی بکنین، نه با آدم های هر رقم آدمی بی سر و پا. به مخاطر هست که ما چندین بار شده که ما تجلیل بابا مزاری را در نهادهای دولتی میگیریم که اونجا مثلا کلانای حزب سوسیالیست میه، از کلانا میه، افراد فعال میه و اونجا ما با زبان اسپانیایی، با زبان کاتالان، با زبان فارسی یا انگلیسی، کسایی که زبان اینهای زبان بلد باشه، ما کلا سخنرانی میکنیم و معرفی میکنیم اهداف بابا مزاری چی بوده، خواسته هایش در افغانستان چی بوده. ما تجلیل بابا مزاری را اگر بخوایم در نهادهای عمومی مثل شهرداری هم تجلیل میکنیم و اگر بخوایم در نهادهای دولتی هم تجلیل میکنیم. حتی مثلا امی بحث عاشورا شد، عاشورا و تاسعا، باز من گفتم خب تاسعا بیاین که عاشورا را دمی نهاد دولتی بگیریم، چه فرق میکنه. ما به اصطلاح مراسم تاسعا را گرفتیم. مثلا ما تا بیرون رفتم، دوستا آمدن که میخواستن رو را پیدا بکنن، برایشان آدرس دادم، آمدم که همین دفتر، یک دفتر خیلی بزرگ حزب سوسیالیست، اینا سیاپوش کردن نشته کرده یا ابوالفضل یا حسین. خیلی جالب. شما سوسیالیست رو به کجا رسانده دیگه دی؟ بعد این رقم مثلا این سوسیالیسم این رقم باز یک یوترن بهش میگرد. خب میدونی چیست که حزب سوسیالیست و کمونیست قدیم نیست، یا مثلا حزب سوسیالیست حزب مدرن، و این میگه امی کلتوری تا نمی هست، میگه آه صحیحسته، پس وقتی که شما احترام دارین ما هم احترام داریم. ببین کلتور
یک چیزی ارزش بشر هست. مثلا حالا تو هزاره هستی، یعنی کلتور تا یک ارزشی را که در طول سالیان به وجود آمده استقبال میکنی. خو اینا هم آدم هستن دیگه، اینا که از کدام سیاره دیگه که نیامدن. بنابراین برای حزب سوسیالیست اصلا برش مهم نیست، اصلا برش حساس برانگیز نیست که تو تاسوعا میگیری عاشورا میگیری، برنامه فرهنگی داری. ما فقط برای بچه ها گفتیم که شما تق نزنین، مقصد که همینجی دفتر خونمون باد نکنین، دیگه هر کاری میکنین مشکل نداره، منظور است از لحاظ کار فرهنگی. ولی منظور در این قسمت تا ما برنامه های خود ما را، حالا چی ملی چی غیر ملی، یا مثلا چی جشن های عید نوروز بوده. اتفاقا جالبه که در برنامه های ما، مثلا شما در نظر بگیرین، ما تاسوعا را گرفتیم، یعنی تمام مردم اقوام افغانستان آمدن در برنامه ما. تنها مردم هزاره نبوده که بگه هزاره، عربا آمدن، مثلا ایرانیایی آمدن و برات بگویم خود کاتالانا آمدن، که خب برای اونا مهمه، اینا که آدم های علکی که نیست، اونا محقق هستن، میفهمن که کلتور و فرهنگ مردم افغانستان چطوری هست، اینا چی دارای چی تفکراتی هستن. و این خیلی جالب و اینا ارزش های بشری هست. به او خاطر بود که برنامه های ما به این شکل چی مذهبی چی سیاسی هیچ فرقی نمی کنه. آیا شما مثلا به روز به نوع جهانی فرهنگ هزاره رو هم تجلیل میکنن، یا مثلا روز مثلا به نوع روز اموست سیاه را، روزی که نسل کشی هزاره به اصلاح شد نامگذاری شد؟ ما او را به چند بار اتفاقا به شکل که چندین باری که شده ما در بعضی کنفرانس ها مشارکت کرده بودیم، ولی خب به اون شکلی که مثلا بیشتر حالت کنفرانس داشته از ما، نه به اون شکلی که جمعیت زیاد مردم بیاید، بیشتر حالت بحث داشته، به این شکل ما گرفتیم. خب حالا منظور من اینست که شما متولی دین، شما هم متولی دین نیستن دیگه، خب ولی بعد حزب سوسیالیست را دفتر حزب سوسیالی را تبدیل به حسینیه کرده. خب ما یک روز بوده، ببین این مثلا بر ما فرق نمیکنه، یعنی مردم ما هست با این تفکر، خب و ما استقبال میکنیم، شیعه هستن سنی هستن مثلا هر کاری میکنن ما در خدمت هستیم، ما برای جای مکان فعالیت میکنیم. حالا خب روی هویت هزاره اینجا، خب مثلا همیشه ارتباط داره به هویت هزاره. خب درست است که جمعیت قابل توجهی از هزاره شیعه مذهب هم هست، شیعه دوازدهم امامی یا اسماعیلی خودش، اما اینا جز فرهنگ اختصاصی هزاره محسوب نمیشن، یعنی خب دیگران هم هستن شیعه مذهب هستن و بسیاری از هزاره ها اصلا سنی مذهب هستن، بسیاریشون از دین ندارن، بعضیشون مسیحی هستن و این در حقیقت یک پدیده کاملا شخصی هست و افراد آزادن همو دین و عقیده شخصی خودشان رو داشته باشن. ولی وقتی که برمیگرده به مسئله جمعی، مسئله هویت، خب هزاره بودن، میراث و تاریخ هزاره، خب او بحثش کاملا جدا هست. خب بریم در بخش بحث قسمت قبل دیگه گپ و گفت خودمان، و ای که جامعه اسپانیا چه تصویری از هزاره ها داره. خب حالا مثلا حزب سوسیالیست حسینیه جور کردن تصویرش کمک میکنه دیگه در شکل دادن به تصویری که از هزاره ها داره. نه اصلا برای ببین او تفکر اوغانی یا مثلا یک کسی که زیر سایه تعصب بزرگ شده باشه، یا مثلا یک انسان با تفکرات قدیمی عقبگرا باشه، برای مردم اسپانیا فرق نمی کنه. مثلا ما یک روز یک برنامه داریم چی مثلا موضوع حقوق بشر، نسل کشی باشه، چی تاسوعا باشه، چی مثلا تجلیل بابا مزاری باشه، چی هر موضوعی که مربوط به کشور افغانستان شوه، مردم هزاره شوه، ما او را میگیریم. اینا برای اونا فرق نمی کنه که چی به چی هست. بنابراین
آزاد هستند در اسپانیا، و تنها کشوری که خیلی آزادی را داره اسپانیا هست. یعنی این برد بگویم اینجا جشنهای مختلف از فرهنگای مختلف. ببین ما براتون بگویم که کلان کلان دولت، کلانای دولت اسپانیا، خیلی هایشان همجنسگرا هستند یا لزبیان هستند مثلا، زیاد برشان فرق نمیکنه. هر کی که با هر راه و رویشی که باشه قابل احترام، یعنی قابل احترام هست، اصلا تعصب ندارن که تو کی هستی چی باوری داری. یک سوال دیگه که من اجازه بدن، در اسپانیا حالا طبق چیزای مطالبی که مخاطبانم روان کردن، در هزارهای اسماعیلی مذهب هم در اونجا هستن، آیا معلومات دارن که امور مذهبی هزاره ها، جماعت خانه هزاره ها دارن در اسپانیا؟ هزاره های اسماعیلی منظور من هست، و این امور مذهبی دست خودشان هست و یا بازم در اختیار مثلا مافیای سید منصور نادری، کسایی که مثل زالو خون مردم هزاره را میمکن؟ والا ما که شناختی از جامعه هزاره دارم، هم اسماعیلی هست، هم سنی هست، هم شیعه، ولی خب ما به اون شکل ندیدیم که کسی اینا را رهبری بکنه. یعنی رهبری اینا را ما دست هیچ کسی، هیچ نهاد، هیچ کشور غیره ندیدیم. و اگر مثلا ما ندیدم به اون شکلی که مثلا هزاره های اسماعیلی یک برنامه خاصی داشته باشن، چون ببین در اسپانیا یا در بارسلونا، در کاتالونیا ما برتون بگویم، اگر کسی بخواد یک فعالیت فرهنگی بگیره، مجوزش هم من میگیرم. یعنی هر فعالیتی داشته باشه ما در خدمت هستیم. یعنی خدا کنه مذهبی باشه، هر موضوع باشه، ما برشان مجوز میگیریم که برن فعالیت داشته باشن. یعنی با همکاری ما این کار انجام میشه، و ما به اون شکل ندیدیم که امور مردم هزاره در دست کسای دیگه باشه. یا مثلا سید منصور نظری، نادری هم سال نو نقش ندارد اینجا. بسیار به حال، حالا بینندگان عزیز میتونن یک برنامه مفصلی رو ما داشتیم در مورد هزاره های اسماعیلی، که در اون برنامه به جنایات سیستماتیکی که مافیای نادری ها علیه هزاره های اسماعیلی مرتکب میشن پرداخته شده. در اون برنامه میتونن اون رو در کانال یوتیوب ما ببینن. گپ و گفت مفصلی بود در مورد هزاره های اسماعیلی. جامعه آقای اسکندری عزیز، جامعه اسپانیا چه شناختی از هزاره ها دارن؟ اصلا هزاره را میشناسن؟ بله، حالی حاضر خیلی میشناسن. ببین اسپانیا یکی از کشورهای دخیل در داخل افغانستان بود. خب امی دوره جمهوریت خیلی به نفع اقوام افغانستان شد، بالاخص مردم هزاره. ببین ما سیاست مدارای از که اینا بودن، اتا اینا کشته دادن در افغانستان، یعنی قریه به قریه، قوم به قوم، مذهب به مذهب، اینا از افغانستان اطلاعات دارن، چون اونجا دخیل بودن در امور سیاسی افغانستان. ما یک معلمی داشتیم که به ما مثلا امی در بخش کار رای و مثلا واحد درسی ما در بخش دموکراسی و رای دادن و امثال اینا بود. یادم به گفت من 5 سال در افغانستان بودم، در تمام ولایات، حتی در مثلا در بامیان و خیلی ولایات های دیگه بودیم. گفت سر تمام هزینه جامعه بین الملل صرف دموکراسی و به اصطلاح رای دادن شد در افغانستان، که مردم چطوری رای بدن و چطوری دموکراسی اونجا تطبیق شود. گفت آخر کار ما مثلا این همه زحمت کشیدیم، این همه پول در تمام نقاط افغانستان پخش کردیم، آخر کار مثلا شنیدیم کلانای زنا آمده. خب گفت حالا این پولایی که دادین، اینا که مصرف شده، اینا برای ما مهم نیست، ما میخواییم که اشرف غنی مثلا رئیس جمهور شود. اصلا دموکراسی و مثلا اصول قوانین انسانی و رایدهی و امثال اینا، بر از اینا یک قشر آدمای گفت در افغانستان هست که منظورش قومای پشتون بود، که اصلا اینا به این اصول باور ندارن.
گفت این همه خرجی که جامعه بین الملل برای مدرنسازی افغانستان، برای پیشرفت مردم افغانستان، برای تحقق حقوق بشر شد، گفت اینا باور ندارن. اونا میگه که خواهی پولایی که مصرف شده که هیچ، ما میخوایم فلانی رئیس جمهور شود. به او خاطر گفت ما درک کردیم که یک ایده از مردم افغانستان چقدر از لحاظ فرهنگی و انسان امروزی عقب مانده هستن. اینا درسته که سالها حکومت کردن، ولی خیلی از لحاظ انسان امروزی و دنیای مدرن امروز عقب افتادن و اصلا تمام هزینه هایی که شد در افغانستان برباد رفت. ببین حتی امان الله خان میخواست که افغانستان رو به یک نحوی مدرن بکنه و به یک سری نوآوری از اروپا برد در افغانستان، که بازم همین ملاهای پاکستانی و جنوب افغانستان علیهش اقدام کردن و او مجبور به فرار شد. این دفعه هم که به یک نحوی جامعه بین الملل در افغانستان آمد، میخواست که مردم افغانستان دستش بگیره، یعنی بلند شوه، همتراز با دنیای امروزی حرکت بکنه، بازم افکار قبایلی عقب مانده باعث همو سقوط یک حکومت نیمبند دموکراسی که داشتن تمرین میکردن شد. و همین هست که جامعه اسپانیا خیلی خوب افغانستان رو میشناسه، اقوام افغانستان رو میشناسه و خیلی هم احترام داره به مردم هزاره. یعنی در مناطق هزاره مثلا که رفتن دخترها تحصیل میکردن، زنها تحصیل میکردن، مردم هزاره تعصب نداره علیه تحصیل زن، علیه کار زن، علیه دموکراسی. یعنی بیشترین رأی که همین استاد ما برای ما میگفت، بیشترین رأی که در افغانستان برای دموکراسی داد مردم هزاره بود، زنای پیر هزاره بود، زن و مرد آمدن رأی میدادن و این نشان میده که این مردم از لحاظ فرهنگی به اصطلاح اینا آماده هستند و اینا میشه رویشان حساب کنی. و این بود که جامعه اسپانیا، سیاست مدار اسپانیا خوب اطلاع داره از جامعه افغانستان. در یک البته شما گفتین بیشترین رأی از برای دموکراسی از هزاره ها بود، بیشترین خون را هم هزاره ها برای دموکراسی در اونجا دادن، بزرگترین جنبش های طول تاریخ امو کشور را از جمله جنبش تبسم و جنبش روشنایی را راه اندازی کردن که نظیر نداره در تمام تاریخ امو کشور. اما پاسخی که حکومت عقود داد کشتار مردم و ادامه امو سیاست خودش بود. و او شما اشاره کردن در مورد خب اونا یک بازی سیاست مداران نعاقا یک بازی میکردن در امو مفکوره قرون وسطایی خود، از طرفی پول میگرفتن از جامعه جهانی، میلیون ها دلار که در برای انتخابات، گسترش دموکراسی در مناطق قبایلی خودشان، و از طرف دیگه باز با رؤسای قبایل کوچی ها به توافق می رسیدن که زنان رأی ندن، مثلا رأی از جهل و تقلب می کردن، میلیون ها دلار می گرفتن، صدها میلیون دلار می گرفتن برای توقف مثلا مواد مخدر، از طرفی باز هم پول رو می گرفتم هم مواد مخدر. یعنی بازی بسیار کثیفی متاسفانه اونجا راه اندازی کرده بودن. و میان میدین در آخر هم امو کسایی که در بهترین دانشگاه های دنیا هم درس خواندن، ابو طالبان قرون وسطایی خود را حاکم کردن. خب شما گفتین که حالی میشناسن هزاره ها را، آیا اسپانیا هزاره ها را مردمی با ظرفیت های لازم برای داد و ستد، دیالوگ و دیپلماسی میشناسن؟ و اگر در این زمینه ها چه کمکاری هایی صورت گرفته که هزاره ها به نظر شما باید کار بکنن و چه کار میشه کرد که اسپانیا تصویر درستر و بهتری از هزاره داشته باشه؟ خب نه تنها مردم هزاره، که تمام اقوام مهاجرین کلن جدید است در اسپانیا. از اینکه فعلا یک دولتی در افغانستان نیست و هیچ کی پاسخگو نیست و به اصطلاح خر در چمنی هست، بنابراین دولت اسپانیا علاقه آنچنانی برای سرمایه گذاری یا فعالیت سیاسی در افغانستان نداره و برش مهم نیست. به نحوی من میترسم
همونطور که ما چندین بار در صحبت‌های خود کردیم، وقتی که یک گروه متحجر در افغانستان حاکم شد، افغانستان روز به روز به انزوا میره و این خیلی خطرناکه برای مردم افغانستان و اقوامی که در او کشور زندگی میکنه. بنابراین اینا علاقه آنچنانی نداره، اما ظرفیت هایی که فعلا در این کشور هست از هزاره ها و محصلین که اینجا درس میخونن یا کارگرایی که اینجا هستن، این را میتونه برای آینده کشور یا برای آینده ملت افغانستان و هزاره و این خیلی خوب باشه که علاقه دارن. یعنی اینجا هر طرح پروژه‌ای که داشته باشی از تو استقبال میکنن و مورد استقبال قرار میگیره. همونطور که ما گفتیم که ما باید در بخش دیپلماسی و لابیگری باید کار بکنیم و افغانستان و مردم خود و ظرفیت ها را باید معرفی بکنیم. یعنی این باید کار شوه، یعنی تقاضا از ما شوه، تقاضا ما نداشته باشیم. ببین کشورهای مثلا مثل اسپانیا اینا یک سابقه طولانی در استعمارگری دارن مثلا و خوب میفهمن که در کدام کشورها چی به نفعشان کار بکنن، بنابراین دیپلماسیشان خیلی قوی هست، ولی تقاضا باید باشه که باید پاسخ داده شود. و اینا مثلا اسپانیا اتفاقا در بخش همین پرودکت درمانی مثل دوا خیلی قوی هست. ما قبلا مثلا در زمان همین اشرف غنی و امثال اینا تصمیم گرفته بودیم که از اینجا صادرات به اصطلاح دارو شود در افغانستان، امپلمنت دندان و از اینا گرفته تا مثلا داروهای دیگه که در اینجا خیلی زیاد هست و خودش تولید کننده خود اسپانیا هست، در این بخش باید کار میشد. در حقیقتش تصمیم همی بود، اینا میخواستن همین کار بکنن در افغانستان، ولی خب شرایط فعلی پیش آمد، همه چیز روی هوا ماند و ما باید مثلا در این قسمت باید کار بکنیم که برای بعدها بتونیم یک زمینه را آماده سازی بکنیم برای آینده. خب حالا سپاسگزار. من سوال علی، نزدیک 3.5 ساعت هست که برنامه ما ادامه داره، مانده که نشده آقای اسکندری عزیز؟ نه 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 خیر، من مانده نشده، مشکل نیست، 3.5 ساعت دیگه هم فرصت دارد. خب من وقت شما رو دیگه زیاد نمیگیریم. در آخر به نظر شما چه نکات مهمی در مورد هزارهای اسپانیا دارن که لازم است ذکر شود؟ خب اینجا هزاره های اسپانیا ظرفیتی از این را داره که با سایر قومای خود در دیگر کشورها تعامل و همکاری داشته باشه و ما داریم روی از این برنامه خیلی کار کردیم و ارتباطات ما تقریبا خوب هست و میتونن از اسپانیا استفاده خوب شوه. یعنی حالا نمیشه، ما در قسمت خیلی کارا، حالا ما در قسمت انتقالات بگویم، از جمله زمانی که همین موضوع کرسی کاج پیش آمد، کسایی که اونجا به اصطلاح جنایت شد، کشته شد، من خود شخصا با مقامات وزارت دفاع اسپانیا صحبت کردیم، یک سخنرانی، یک فیلمی هم اونجا داریم، یک ویدیو، و همون باعث شد که همی از آقای مدبر که مسئول به اصطلاح همی مسئول کرسی کاج بود تا همون دخترهای حدود 12 نفر، اینا رو ما خیلی تاکید کردیم برای دولت اسپانیا، اینا انتقال داده شد در اسپانیا و ما یک سری ظرفیت های خاصی در اسپانیا داریم که مثلا حرف ما اینجا دولت میشنوه. حتی در قسمت فعالیت های کلان سیاسی هم منظور است که ما به عنوان یک مهاجر معمولی نیستیم که یک مهاجر باشیم یا یک پناهنده باشیم که گپ ما خیلی دیر به گوش جامعه اسپانیایی دولت اسپانیا برسه، نه، ما خیلی راحت گپ خود رو میزنیم و میرسه در نقطه آخر. یک سوال، یک پوزش باشه، آیا در اینجا فیلترها، لابیای افغانی هم وجود داره که سنگ اندازی بکنه و
مانع شوند از فعالیت بله بله اینا خب ببر، اما خاصیت هایی که گفتم زیر سایه تعصب بزرگ شدن دیگه، غیر از خود کسی دیگر را متاسفانه بعضیش نمیبینن و اونا را ما حساب نمی کنیم به خاطر از اینکه تفکرشان باطله. وقتی که کسی بخواد مانع پیشرفتی کسی شود از لحاظ فکری سیاسی، اونا اینجا پذیرفته شدن نیست. اون همون کارا را باید دمو برندم و دیهات و جنگل خودشان انجام بدن. اینجا پذیرفته شدن نیست. اینجا ما در کشور اروپایی زندگی میکنیم و ما همزمان با مردم اسپانیا و مردم متمدن اسپانیا پیش میریم، نه بر اساس تفکر قبایلی یا عقب مانده، نه اصلا اونا اینجا قابل قبول و باور ما نیستن. بسیار خب، در ختم برنامه چه سخنی دارن با قوما در سراسر جهان از جمله هزاره ها در هزارستان؟ بله، ما اهمی حرف داریم از استرالیا گرفته تا کانادا و امریکا، اتحادیه اروپا تا پاکستان و پاکستان و دخترم اینجا داره ما رو صدا میکنه که چقدر اسکندریه کچک. بله بله، ترکیه امثال اینا، ایران، اینا باید متحد شوند، باید یعنی در عرصه ارتباطات امروزی باید ارتباطات خیلی قوی و مستحکم داشته باشن، هم در مسائل سرنوشتشان حساس باشن، هم این که یک اراده قوی باید پیدا شوه بین مردم هزاره. ما یک سری رهبرای چیز داریم، مثلا چی میگه، یک سری رهبرایی داریم که امور سیاسی ما دستی از اونا بوده و اونا بندای خدا دیگه دارن پیر میشن، دارن دیگه ظرفیت از دستشان میره، بنابراین باید نسل جوان راجع به سرنوشتشان، راجع به امور مردم و آینده کشورشان باید خیلی متوجه باشن و متحدانه اگر تصمیم میگیرن، اگر کدام فعالیت های سیاسی میخواین بکنن، باید با هم باشن در این زمینه، چون ما بخوای نخوای ما یک سری جنبش هایی را نیاز داریم که باشه. ما همون زمان که جنبش روشنایی تظاهرات کرد و هی ای جنبش خودشان مثلا یک جنبش چیز میگرفتن مدنی، خود او جامعه افغانستان با او تفکر قبایلی ای جامعه مدنی مثل از این میمانه که جامعه جهانی برای صرف دموکراسی و مثلا انتخابات پول مصرف کرد، اینا میگن نه ما مثلا فلانی باید رئیس جمهور شود، مثلا اشرف غنی رئیس جمهور شود، ما رأی بر ما مهم نیست. مدنی بودن با مردم عقب مانده و جاهل و متعصب اصلا کافی نیست. امو زمان باید جنبش روشنایی یک حزب سیاسی میشد، امو زمان باید اداره مردم هزاره را از دست رهبران قدیمی ما و شما اینا را میگرفت، اینا بیچارا پوده شده، رهبرای ما و شما پوده شده، خیلی جنگ کردن، خیلی عقب نشینی کردن و رفتن و گشتن، دیگه بیچارا از دست و پای افتادن. بنابراین ما همچون یک نهاد را نیاز داریم در سراسر دنیا برای مردم هزاره که صدای مردم هزاره باشه، که خواستهای سیاسیش خیلی روشن بیان کنه، خیلی دقیق بیان بکنه، خیلی موضع‌گیری جدی و کلان داشته باشه. این تو همچون یک نهاد را ما نیاز داریم. بخیر، در امیدوار هستم روزی در دیجیتال هزارستان یا هزارستان دیجیتالی ما دای پارلمان هزارستان را داشته باشیم و در اونجا در دای پارلمان هزارستان منظر سیاسی هزارستان و فعالیت های سیاسی هزارستان در جایی در که معلومات دیتا در کنترل خود هزاره هست ما شاهد او باشیم. به هر حال سپاسگزار آقای بشیر عزیز، 3 ساعت همراه ما بودین، ما وقت شما رو نمیگیریم، برین سراغ اسکندریه کوچک و
از بینندگان عزیز هم سپاسگزار که همراه ما بودین 3 ساعت. اگر تا حالی کانال ما رو سابسکرایب نکردین و دوست دارین، سابسکرایب بکنین و با دوستان و اعضای فامیل خودتان هم شریک بکنین. اگر میخواین حمایت بیشتر بکنین، در اونجا یک گزینه هست جوین که میتونین عضو شوین، البته در صورتی که تمایل داشتین. و سپاسگزار از اینکه همراه ما هستین. روز و روزگار خوبی داشته باشین. سلامت باشین. خیلی خوشحال شدیم. تشکرشون. خدا یارتن. خدا نگهدار. خدا نگهدار.